دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن، طبق معمول از همه شما باقی مانده میهن پرستان خارج از کشور خواهش میکنم که از همین الان لطف کنید زنگ بزنید و برنامه میهن پرستان رو مثل همیشه ساپورتش بکنید. به حال ما احتیاج به کمک شما عزیزان داریم و سنگر احتیاج به این کمک شما همیان عزیز داره برای ادامه حیاتش جهت مبارزه، نه جهت لگن فروشی. و به هر حال امیدوارم که در طول این حدود 2 ساعتی که در خدمتون هستیم مثل همیشه لطف موبت کنید. و باز هم سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در طول این مدتی که بنده در خدمتون هستم یار و یاور من و یار و یاور برنامه منفرستان و سنگر ایران آریایی بودید. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، از صمیم قلبم میگم، نه اینکه فقط بگم سپاسگزارم هم میانو، نه واقعا از صمیم قلبم میگم خیلی ازتون ممنونم. من اهل زبون بازی و چرب زبونی چیزا نیستم، خیلی ازتون ممنون. سپاسگزارم از تعدادی از ورزشکاران عزیز، از پیشکسوتان فوتبال ایران و
غیر از خانواده فوتبال که خیلی منو مورد لطف و محبتتون قرار دادید به خاطر برنامه روز دوشنبه که خیلی از بچه‌ها البته نوشتن آقای احمدی اشک ما رو در آوردی و چه و چه و چه، خب من نمیخواستم اشکتون رو در بیارم، اما خب دیگه انسانه. سپاس دارم از همه پیشکسوتان محترمی که من مورد لطف و محبت قرار دادم. من همیشه گفتم، بازم میگم، تا روزی هم که زندم خواهم گفت که من شاگرد 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 همه پیشکسوتان هستم. افتخار میکنم که توپ پیشکسوتان فوتبال رو جمع کردم و افتخار میکنم که در استادیوم خاطر انگیز امجدیه، استادیوم پیر ایران، اون امجدیه قشنگ، روی تمام سکوهاش نشستم، بازیای بزرگان فوتبال ایران رو دیدم، تشویق کردم. چه روزایی از اون استادیوم اشک ریختیم به خاطر شکست، از تلخی، چه روزایی اشک ریختیم از خوشحالی، خندیدیم، شادی کردیم. خیلی از همتون ممنونیم، چه در استادیوم 100,000 نفری آریامهر، چه در استادیوم امجدیه، و به هر حال از همه شما عزیزان بی‌نهایت سپاسگزاری، نه فقط فوتبالیستا، همه ورزشکاران، همه بانوان، همه آقایون که افتخار آفریدید برای مملکت ما و سرود شاهنشاهی رو در سراسر جهان، از ملبورن تا سیدنی، از هلسینکی تا کوالالامپور، از توکیو تا مونترال، از مونیخ تا مکزیکو سیتی و از آتن تا روم و سراسر جهان، در استکهلم، در کوپنهاگ، در برلین و همه جا و همه جا در سراسر جهان افتخار آفرین بودیم، روی سکوهای قهرمانی رفتیم و ما با غرور تماشا میکردیم و لذت میبردیم از اینکه میدیدیم کشتیگیرامون، والیبالیستامون، بسکتبالیستامون، وزنه‌بردارامون، فوتبالیستامون، هندبالیستامون، همه بانوان، آقایون در سطح آسیا، در سطح جهان طلا میارن، نقره میارن، برنز میارن و افتخار آفرینان مملکت هستن. من هیچ کاری نکردم، انجام وظیفه بود. آقای حسن روشن، بزرگ فوتبال ایران، بزرگ خط حمله ایران، رو چشم همه ما جا داره، مخلص شما هستیم و خودشون هم میدونن که میلیون ها ایرانی، همینطوری که بزرگانی مثل ناصرخان ملکوتی، آقای فروین و ناصرخان حجازی و خیلی دیگر از بزرگان، رضا بیگ‌امام‌وردی، ایرج قادری و و و سایر عزیزان، اونایی که در قید حیات هستن، هنوز خاطراتی که از بزرگان داریم، آقای بهروز وثوق، آقای منوچهر وثوق و جناب آقای همایون و سایر عزیزان، آقای همایون بهزادی، آقای مظلومی، آقای ایران پاک، آقای جعفر کاشانی، در همه طیف خواننده هامون، هنرپیشه هامون، فوتبالیست هامون، همه عزیزانی که به هر حال خاطره برای ما گذاشتن، ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم و از همشون ممنونیم. مثل همیشه هم که گفتیم، بچه ها متشکریم، واقعا بچه ها متشکریم. دستتون درد نکنه، به زودی زود مملکتمون رو از اشغال اشغالگران اسلامی بیرون بیاریم تا بتونیم در یک مراسم باشکوهی برای تک تک این عزیزان، برای همه این بزرگواران، مراسمی در خور ستایش، تحسین و سپاسگزاری بذاریم، از همهشون سپاسگزاری کنیم. تو مراسم زندیاد ناصرخان ملکموتی، من آقای همایون رو بعد سالها دیدم، هنرپیشه بسیار بسیار موفق کشورمون که دیدمش، همایون خان رو، و چقدر خوشحال شدیم. هنرمند بسیار بزرگی بود و باید از همین عزیزان، باید از پوری بنایی عزیز، باید از نوری کسرایی، باید از زندیاد فروزان، ایرن و سپیده، شورانگیز طباطبایی، نیلوفر و خیلی ها، خیلی از این بزرگان باید از همشون قدردانی بشه، خانم آرام، خانم فریبا خاتمی و دیگر بزرگان، و ما از همشون ممنونیم، بی نهایت از همشون سپاسگزاریم. اما همینان عزیز، برنامه امروز یک برنامه هستش که در ارتباط با پرسش های شما همیهنان عزیز هست طبق معمول، ولی میدونید که من یه اخلاقی دارم، بارها حضورتون عرض کردم که باید مسائل رو باش ریشه‌ای برخورد کرد. وقتی ریشه‌ای برخورد میکنید، من میبینم دیگه سر صدای شما میخوابه. اون عزیزانی که گوش دادن، حالا به صورت لایو برنامه رو میبینن یا عرض کنم بعدا میرن تو تلگرام، که من همرزم اون آقای خیام عزیز که از اینجا ازش بازم سپاسگزارم، همرزم دیرینه من، که لطف میکنن برنامه رو ضبط میکنن و در فایل های مختلف فشرده و در یوتیوب و چه و چه میذارن، بعد بچه ها میرن نگاه میکنن، میبینم که سر صدای خیلیاتون خوابید. مگر دیگه یه عددتون واقعا تنبل باشید یا جدید به جمع
خانواده میان پرستان پیوستید که پرسش های میکنید، میگم آقا ببین برنامه مثلا روز فلان رو تاریخ فلان رو نگاه کنید، در اونجا پاسخ به پرسش شما هست. اما در ادامه برنامه های میان پرستان یک پرسشی رو شما مطرح کردید و اینو چند بار به صورت کلی پاسخ دادم، اما امروز این موضوع رو باز میکنم که به احتمال خیلی قوی بقیهش میمونه برای جمعه، ضمن اینکه فردا پنجشنبه در تلویزیون پارس، عرض کنم پارس در اسرائیل، همین موقع، نه عذر میخوام، معذرت میخوام، ببخشید اشتباه شد، ساعت 8 آلمان میشه 10:30 شب ایران، فردا شب ساعت 10:30 شب ایران در تلویزیون پارس هم در خدمتتون هستیم، جمعه هم در خدمتتون هستیم. در ضمن من روز هفته آینده دوشنبه هم بازم در خدمتتون خواهم بود که البته بازم با جناب وطن خواه هماهنگی خواهیم کرد، ولی تصورم بر این است که طبق معمول جناب وطن خواه اجازه خواهند داد که دوشنبه به درخواست شما عزیزان و عرض کنم خود جناب وطن خواه دوشنبه در خدمتون خواهیم. اما ببین همینان عزیز، دوتا میشه چهار، من ریاضیم خیلی بحثش خرابه ولی اینو میدونم. پرسشی که شما از من میپرسید این هستش که چرا شاه رفت و چرا خمینی اومد؟ این رو در طی این 40 سال بسیاری از میهن پرستان در زمانهای مختلف، به مناسبتهای مختلف، با سند، با عکس، با مستند، با فیلم، با هر چی بوده، با کلامشون به شما همیانان عزیز توجه دادن، باز کردن موضوع رو و حضورتون عرض کنم که و هنوزم میان و بزرگان توضیح میدن این مسائل رو به شما همیانان عزیز. منم بارها تا اونجا که در توانم بوده حضورتون عرض کردم دلیل خروج اعلیحضرت از کشور چی بوده، دلیل ورود اون بیمار روانی به کشور چی بوده. اما امروز میخوام، امیدوارم که بتونیم امروز و حالا احتمالاً جمعه ما این موضوع رو ختمش بکنیم، نه بگم کاملا ختمش، بیشک بازم تراجبش گفتگو خواهیم که چون نمیشه، یک واقعی بسیار وحشتناک، یک تراژدی غم‌انگیزی در کشور ما است که اصلا نمیشه چه لغتی براش به کار بود، فاجعه ملی، شورش 57، تراژدی، نمیشه واقعا چه گفت، یک زلزله، یک زمین لرزه‌ای که از 8 و 9 و 10 و 15 ریشتر اصلا گذشته کاری، اصلا نمیشه یه مقیاسی رو براش در نظر گرفت، کشور آباد، یک مملکت مستقل رو ویرانه کردن. اما ببینید عزیزان، این که چرا شاهنشاه آریامهر رفت و بعضی از شما دوستان حالا نمیدونم محرزی، معموری، نمیدونید، شیطنت میکنید، نمیدونم، چون من فقط تکست رو میخونم دیگه و دیگه پیش شما که نیستم، من چون تو روشنایی الان نشستم همتون دارید من میبینید، ولی وقتی که شما نیستین تو تاریکی من چه میدونم، الان خانم، دختر خانومی که داره من تکست میزنه اصلا دختر خانوم، آقا پسر، پاسدار، بسیجی، چه میدونم معمور، راستاسی سوال داره، ببخشید مقصودی ندارم، ولی خب شما هم خودتون بزنید جای من، چون کار یکی دوتا، هزار تا، دو هزار تا که نیست، و بنابراین من حق دارم که بیام و ببینم که خب این پرسش به چه شکل. حالا من کاری ندارم. ببینید همیانان عزیز، این که میپرسید که آقا احمدی، آخه این شما میگید شاهنشاه اینقدر قوی بود، اینقدر فلان بود، ارتش پنجم جهان داشت، چله بود، چی، آخه چجوری میشه از شهریور تا دیماز شاه ایران و شاه فرار کنه؟ من ناراحت از یه چیزی میشم، موضوع تعصب نیست، تعصب اگه داشتم و بلاکت میکردم، موضوع تعصب نیست، موضوع این هستش که ناراحت میشم ببینم شمایی که خودتون یه جوان معرفی میکنی، حتی مأمور باشی، حتی مأمور رژیم باشی، جوانم نباشی، چطوری حاضر میشی پاتو به این راحتی رو وجدانت بذارید؟ یک نصیحتی بذارید من به شما پاسدارا، بسیجی ها، مأموران اطلاعاتی بکنم، از مشتری پرواز این برنامه هستید، اینجا بهتون میگم نصیحت، چون به ملت ایران نمیتونم بگم نصیحت، چون ملت ایران در منده در حدی نیستم ملت بزرگ ایران نصیحت کنم، ولی به شما نادان ها یه نصیحتی میکنم، به شما پاسدارا، بسیجی و ماموران اطلاعاتی، همه انسان های روی کره زمین از حضرت موسی تا حضرت عیسی، از حضرت محمد تا زرتشت، از بودا تا هر کسی که شما بگید، مذهبی، سیاسیش، مثل گاندی، مثل رضا شاه، مثل شاه عباس، مخترعش رو بگیر مثل ادیسون، دانشمندش رو بگیر مثل ابن سینا، آدم معمولی رو بگیر مثل من، هر انسانی روی این کره زمین یه تایمی داره و میمیره، بیش از 120، 130، 150 نمیتونی بری بالا، نمیشه. ما هممون یه شمعی داریم نزد خداوند بزرگ، اون شمعی که به دنیا میایم، دارم مثال مذهبی شو شما مذهبی ها میزنم، خداوند بزرگ پروردگار کبریت رو میکشه، شمع روشن میکنه،
هر شمعی یه اندازه‌ای داره، این شمع یه روزی خاموش میشه، 6 متر میخواد باشه، 2 متر باشه، 5 سانتی متر باشه، شمع کلوف باشه، شمع نازک باشه، این خاموش میشه. بابانجا اون لحظه‌ای که داره خاموش میشه، سعی کنی که با وجدان راحت خاموش بشی. میدونم نمیفهمی، خب کسی که وجدان نداره، خب نداره، مثل خمینی وجدان نداشت، هیتلر وجدان نداشت، اگه داشت که اما آدم نمیکشت. ولی من و تو، حالا تو پاسدار، من غیر پاسدار، تو مأمور، من ضد تو، تو دشمن من، من دشمن تو، آره من دشمن همه تونم، میدونم تو هم دشمن منی، ولی در نهایت ما هیتلر که نیستیم، خمینی که نیستیم، ما موسولینی که نیستیم، آدم معمولی هستیم. حالا تو طرفدار اون علی شیره‌ای هستی، من طرفدار محمد رضا شاه پهلویه. تفاوت من و تو در این سطح سیاسیه، وگرنه جفتمون همون آدمایی هستیم که روی این کره زمینیم، داریم از این اکسیژن مفت مجانی استفاده میکنیم و بقیهشو کثافت از دک و پوزمون میدیم بیرون. خب ولی باید وجدان داشته باشیم، اگر نداشته باشیم تفاوتی نمی‌کنیم با خمینی، چون من الان نمی‌تونم بگم با حیوان، چون حیوان وجدان داره. می‌بینید تاکسی‌ها نزدیک الان یه 10-20 ساله حیوانات دارن به انسان‌ها درس میدن، سگ آهو رو شیر میده، شیر حمله می‌کنه میمونه رو می‌کشه، بعد اینا ایداد بیداد میمونه حامله بوده از بچه‌اش تا صبح، مشخص شیر شاکیه، ناراحته، وجدانش ناراحتش کرده. مار میاد بالا سر بچه، میدونه بچه است، بچه رو نمیزنه، نیش نمیزنه. ما انسان ها باید از حیوان ها یاد بگیریم. بعد میرن الاغ رو بر میدارن واسه تفریح. عکسی برای من اومد، یه الاغی رو برداشتم تو ایران، گردنش رو زنجیر، خواستم نشون بدم واقعا دلم نیومد، گردن الاغ رو زنجیر کردن به ریل قطار، بعد قطارم میمونه. خدا پدر مادر این لوکوموتیوان رو بیامرزه که بوق زده سود زده که الاغ بر که فرار کنه بره، دیدی نه الاغ نمیره، خوب نگه داشته این بنده خدا. اومده پایین الاغ رو بستنش به چیز، به ریل قطار. بعد جالب قضیه کجاست، کره الاغ وایساده بوده بغلش، با اینکه کره الاغ رو نبسته وایساده بوده بغلش، چون زبون نداشته بگه یا دست کم بده کمک فلان اینا. خب این چی، آدم واقعا کم آوردم لغت. آخه بیمار روانی هستی، سادیست داری، آخه بی شرف بی شعور که مثلا یه قطاری بیاد بزنه تو ببینی الاغ چجوری اصلا میپکه، تو خیال میکنی بعد تاوان اون الاغو نباید بدی اون حیوان زبون بسته رو، بعد به خودتون میگید مسلمان، به خودتون میگید بشر، خاک بر اون سرت بشر. یک روزی، جدی دارم این حرفو میزنم، یه روزی در تقویم ایران امیدوارم نسل‌های آینده به این حد شعور برسن، اعلام بکنم به نام روز حمایت از حیوانات ایران. حالا ما بیرزن تو جهان نیستیم، سازمان جهانی حیوانات است، حمایت از حیوانات ایران، از الاغ، از اسب، از سگ، از گربه. اینقدر گربه کشی، سگ کشی، الاغ کشی، نمیدونم آهو کشی، کفتر کشی، گنجش کشی، بس دیگه. اون وقت بعد نگیم چرا دنیا از ما حق توحش میگیره. چرا خدا بیامرزه اعلی حضرت چی کشیده دست این نمیده، خدا رحمت بکنه اعلی حضرت، خوش و سعادت و بخت و اقبال که رفتی و ندیدی. هر حال ما باید مسائل رو ریشه‌ای باش برخورد کنیم. اگه وجدان داریم، محمد رضا شاه پهلوی شهریور تا دیما نرفت. زمانی که اعلیحضرت 1973 میلادی، ببخشید من تاریخ میلادی میگم، زنگم بزنید ها، چرت نزنن بچهای خارج از کشور، خواهش میکنم، بچهای میان پرست واقعی، یا نرید تو اون قرفای من، زنگم بزنید. 1973 میلادی اعلیحضرت آریامهر بزرگ فرمودن ما دیگر قرارداد نفت را به اون شکلی که شما هم با ما بستید نمیبندیم. 6 سال دیگه هم فرصت دارید، چون ما ملتی هستیم به قول و قرار خودمون پایبندیم، پس تا 1979 صبر میکنیم. 1979 که تمام قراردادهای ما با شما تموم شد، ما میخوایم قرارداد جدید با شما ببندیم. بنابراین میاد من بهتون میگم چجوری قرارداد ببندین. چرا شاهین حرف زد که حق و حقوق ملتش رو از توی جلوی خارجی بکشه بیرون؟ خب روزی که شاه 1320 شهریور 1320 پادشاه ایران شد، کشیده اول انگلیسا خوردن ولی نمیتونستن کارش کنن. اون 73 رو داشته باشید. چرا؟ جهان در جنگ جهانی بود. اگر میخواستن وضعیت ایران هم بریزن به هم، یا سربازاشون رو بیارن ایران رو اشغال کنن مثل دوران قاجار با خروج رضا شاه بزرگ کشور،
حالا بعد یه سری سرباز هم میوردن اینجا ایران تقسیم میکردن بین روسا و انگلیسا، ولی سرباز لازم داشتن تو جنگ چون هیتلر خیلی قوی بود. خب بنابراین مجبور شدن شاه رو قبول کنن، نمیخواستن قبول کنن. اولین فتنه‌ای که بر علیه شاه را انداختن، توطئه کردن، 1332 بود، جریان محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی. هزاران بار اینو گفتم، بازم میگم که بره تو وجودتون، چون خیلی نشستن بهتون دروغ گفتن، چرت و پرت گفتن. سال 32 رو اعلیحضرت به وسیله یک ارتش میهن پرست و مردم باهوش، اون نسل باهوش بود، شاهی که کشور رو ترک میکنه برش میگردونه. دیگه سنداش هم اومد بیرون، تموم شد. خفقون مرگ گرفتن مصدقی ها. دیدید که امسال زر دیگه نزدن، چون امسال دیگه آلبرایت نبود توی کاخ سفید. امسال در حال یه کسایی هستن، نمیدونم اسمشون، چون من میترسم بگم سیاستمداران پاک، ما سیاستمدار پاک نداریم. یه سری آدمایی اومدن که وجدان دارن، نمیدونم اومد، حالا خداوند با رأس گردنی زد سر این آقا بیاد اینو بگه، نمیدونم. بالاخره یکی اومد گفت آقا به حضرت عباس، به روح القدس سوگند ما کودتا نکردیم، کار ما نبوده، ارتش و ملت اگه میخوان اسمش هم بزنن کودتا، بخاطر اینکه اونا بعد دم مصدقیان رو ببینن کار دارن با همه، ارتش و ملت بر علی مصدق کودتا کردن. اینم گفت. حضورتون عرض کنم که 1341 فتنه خمینی رو راه انداختن توسط بازاریا، زورشون نرسید، اعلیحضرت با یه کشیده اونم خوابوند. 1346 سومین کشیده رو انگلیس خورد. من تاکید میکنم رو انگلیس. چی بود؟ عذر میخوام، 1341 چی بود؟ جریان انقلاب سفید شاه و مردم. این سه تا کشیده، جریان به پادشاهی رسیدنش یکی، سال 32 دو تا، فتنه خمینی سه تا، و انقلاب سفید میشه چهار تا. این چهار تا کشیده. علازت اومد رسید به 1346، پنجمین کشیده رو زد تو بکوبوز انگلیسا. چی بود؟ تاجگذاری کرد، یه تاجگذاری مثل 1001 شب که هنوز ما داریم پوزشو میدیم. من پیش خارجی ها میخوام پوز بدم، میرم جشنای چیزو میارم، تاجگذاری شاه رو میارم، که اینا میگه ایرانه، اینه شاه، اینه. میگم آره، تو اون کالسکی و اون شهبانو و اون عظمت، خدا رو شکر این فیلم ها مونده. کشیده بعدی رو که اعلیحضرت میزنه کجا میزنه؟ تو جلو آرامگاه کوروش. خوب توجه بفرمایید، اینا کشیده بود که دک و پوز انگلیس زد، که اون عجوزه انگلیس از حرص و عقده و کینش، مثل یه دیگه هستن میگن سلطنت طلب هم هستن، همین کینه و عقده دارن نسبت به من، این که من بالا باباشو میخوردم. خب بابا جو من مقصر نیستم، تو مثل ماس میشینی جلو دوبی یه رو پرف میزنم خوابشون برم، من 5 ساعت هم حرف بزنم همه سود میزنن، دیگرانم بیام آجری تبلیغ خوش رو دونم. حضورتون ارز کنم که 1970 عرضت آریامهر وضوع اعاده حیثیت
مسیحیت رو میشناخت و میدونست با دنیای مسیحیت که داخل پرانتز اسمشون رو گذاشتن دنیای متمدن چگونه میشه برخورد کرد، با حرکاتش، با رفتارش، با گفتارش، با سیاستهای مدبرانش قاپ امریکایی رو دزدید. خیلی ساده و خودمونی که بمونه تو مغزتون، چون اینقدر نشستن توی جلو دوربینا باهاتون قلم به سلم به حرف زدن و جناب دکتر البته بورژوازی و انترنسیونالیست، ما ایرانی ها میگیم بابا ولمون کن جونت، خودمونی بگو. من خودمونی و لوریوارشو دارم بهتون میگم، دم بچهای لرستانمون هم گرد. خب امریکایی‌ها دیدن ما با یه آدمی در ارتباطیم، رفیق شدیم تو خاورمیانه، که این آدم شکل و شمایلش، برخوردش، گفتارش، تیپش، حرف زدنش، طرز فکرش، این آدم فرق میکنه با خاورمیانه یا این نوع لباس پوشیدنش، نوع برخوردش، چای نوشیدنش، سر میز پیش ما میاد میشینه، نوع خوردنش، این از جنس ماست، این ما رو میشناسه، این میدونه ما کی هستیم، هم وزن ماست، با این میشه بازی کرد، با این میشه وارد این بازی شد. این آدمیه که باید وارد بازی میشه. ورزشکار سالم، معتاد نیست، کوکائینی نیست، مثل رهبرای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و تو کوک و تو مواد فروشی و کشتی دینامیت از این ور از کاستاریکا بفرستن مثلا بره کوبا، بعد کشتی کوکائین مثلا بولیوی بفرستن مثلا بره فرانسه، بعد کشتی نمیدونم علف رو بفرستم از آرژانتین مثلا بره کانادا. این نه، این آدم حسابیه، این قوانین بین‌المللی رو بلده، این یه آدم شیک پوش مدرنیه که از چیز خودش، این زمان خودش، این 50 سال جلوتره. و واقعا هم دیدیم همون بود، متاسفانه موفق شد با آمریکایی کنار بیا. طبیعتا آمریکا هم که نمیمونه فقط بگی که بیا من بهت ماچ بدم، ماچ هم میخواست، یعنی تو ماچ بکن من ماچ بکن، فقط نه اینکه تو ماچ بکنی، اون میشه عشق یه طرفه که عشق یه سره باعث درد سره، نه این باید عشق دو طرفه باشه که آدم بتونه هماچ بکنه هماچ بده. بنابراین گفت آقا جون ما با هم میخواییم رفیق باشیم. رفیق بله، چی داری؟ گفت نفت دارم. چی میخوای؟ اسلحه میخوام. دو تا چهار تا نفتمو میدم اسلحه میگیرم. چرا؟ اول امنیت مملکت. شاه ببین تو چه فکری بود. چرا؟ چون تاریخ رو میدونست، ایران رو میشناخت، ایرانی رو میشناخت، میدونست ما ضربات از کجا خوردیم. این خیلی مهمه. من دیدی بارا بهتون میگم تا زبان مبارزه رو بلد نباشید ضربه میخوری. همین بوده که همیشه مشروطه خواها، ببخشید دوستان مشروطه خواه، من این مثال میذارم، در مثال مناقشه نیست، ما مشروطه خواها، البته من بدبختم باید بگم ما دیگه چیکار کنم، چون وقتی میگم ما دیگه کسی به اعتراض نمیکنه، ما مشروطه خواها مثل خرخاکی شدیم. خرخاکی خودشو سری جمع میکنه، اونایی که خرخاکی دیدن میدونن من چی میگم، تا دشمن میبینه خودشو سری جمع میکنه. حالا بذار یه ذره مدرن تر بشیم زیاد بهمون بد ویرا نگن. مثل لاک پشت تا دشمن میبینه سری میره تو لاکش. ما مشروطه خواه اینطوری هستیم، در حالی که این مبارزه نیست. ما همش نشستیم داریم جواب جمهوری خواه رو میده، جوابی مش موضوع یه مش بیگانه پرستو، در حالی که ما در جایگاه حق نشستیم. توده‌ای های همیشه خائن، مصدقی های ایران برباده کاری کردن که مشروطه خواه در جای چی بشینه متهم و اونا بشن شاکی، در حالی که شاکی ما ایم. ما شاکی هستیم از این بی پدر و مادر ها. اینه که من میگم زبان مبارزه رو بلد باشی. وقتی زبان مبارزه رو بلد باشی اینطوری میشه که من تک و تنها اومدم کاری کردم که حالا همشون غلاف کردن. حالا دیدید میان دیگه الان تازگی راجع به اسمال بزاز، دیدید حالا تازگی چه با ادب شده. هنوز فقط یکیشون خیلی بی پدر و مادر و خیلی کثافت محمد وزن. چرا؟ چون سازمان کمونیستی داشت که نه همش داره الان لو میره، رهبر یکی از این سازمان‌های چپی بود، هر دفعه علاوه تشریف می‌آوردن امریکا محمد وزق جزء کسایی بود که می‌رفت درگیری ایجاد می‌کرد، مخصوصاً که اینقدر این درگیری ابعادش زیاد بشه با پولایی هم که می‌گرفت از طرف کاگبه، از طرف حزب دموکرات امریکا و چه لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها رو می‌آورد، مخصوصاً درگیری تو را می‌انداخت که پلیس امریکا مجبور به شلیک گاز اشکاور بشه، بلافاصله فیلمبرداری و عکسبرداری خبرنگارا رو امریکایی هم که همش دنبال جار و جنجالن، بلافاصله اینو بهش بروبر بدن که آه شاه ایران اومده ببین چه درگیری شد، 6 تا ولی گرفتن، 60 نفر دستگیر شد، 7 نفر باتون خورد تو سرش. این پدر سوخته، این بی پدر و مادر، این لجن، این بی شرف، این پس فطرت، این مزدور کثافت که هنوز داره فحاشی میکنه. بعد اینو باید با اینجوری باش برخورد کرد. بعد به اسم مشروطه خواه بهش میگن که چی؟ جناب آقای دکتر وزق،
کی بهش میگه لگن فروش دوز؟ چرا؟ چون خودش از تیره ایناست، خودش از تخم و ترکه ایناست. چرا؟ چون باباش مصدقی بوده. چرا؟ چون فک و فامیلش آخوند بودن. برای همینه که دوربین میذاره در اختیار اینا، برای همینه که یارغارش میشه کی؟ میشه اون الاغ خراسان بیشرف، یه بی سواد احمق که بیاد صبح تا شب بشینه به میان پرستان فحاشی کنه و لابلا حرفاشو میگه خب جریان هم دکتر مصدق دیگه، گور به گور پدر تو و دکتر مصدق. اینا رو بعد اینطوری باشون برخورد کنی. مدا مشروطه خواه میترسه جا میزنه، اینا هم بیشتر میان جلو. بهترین دفاع حمله است. کسی دستش از تو جیبش اومد بیرون باید بزنیتش، چون میخواد بزنتت. این میخواد دعواه، دعواه تو دعوا حل بکلچه بخش نمیکنه. نخورید بزنید، طبیعتاً چهار تا مشت هم میخورید. دعواه جنگ بزن بزنه. ولی مشروطه خواه علی بزن بزن نیست. مشروطه خواه علی چیه؟ پاشم برن تو کنسرت. اومدم سر کوچه‌تون نبودی، جون مادر داد شو بگو کجا رفته بودی. بعد فندق روشن کنه ایران. اینجوری میخوان ایران آزاد کنه. در برابر کی؟ در برابر یه مش لاشخور قمه‌کش چاقوکش بی پدر و مادر فحاشی که با تمام ادبیات اینا کوکتل مولوتوف و تروریست و حزب الله و حماس و بزن و شهادت و برو تو گل خودتو به گل بغلتون و اینو آویزون کن، اونو دار بزن، آتش بزنید بکشید. لا اله الا الله محمدن رسول الله الذين آمنوا رفتن پیش نمیدونم سمنو. اینا تو این واقعا مدام برام به اینا بگم چی؟ برام به اینا با چه؟ نه آها، ما نباید ادبیات اونا داشته باشیم. ما باید اگر طرفدار شاهزاده هستیم ادبیات شاهزاده داشته باشیم. بی پدر و مادر آشغال رضا پهلوی رو آوردین گذاشتین در قالب یه مبارز. رضا پهلوی شاهه، بی شعور. تو جنگ تیمسار ارتش بود میشینه پشت تانک میره جنگ، کی میره جلو؟ کی میره جلو؟ سرباز میره، درجدار میره، افسر میره، تازه سرهنگش هم نمیره. مگه دیگه خیلی دیگه کم بیارن سرهنگ بفرستن اون وسط؟ سرباز و درجدار و افسر برای چی هم؟ برای جنگ هم. پس اینجوری خیلی خوبه. آقای ارتش بود، بله، تو بیا برو بشین تو تان، تو برو، من سرباز رفتم نشستم تو جاده، من دارم به جاده دستور میدم که ارتش بود چیکار کنه. اینطوری دارن باهاتون بازی میکنن، اینطوری دارن سرتون رو کلا میذارن. زوب مومه بریم بعدی رو نگاه کنیم. سرکار بانو تمنا میکنم از حضورتون اینا رو دونه دونه نشون بدیم که به هدفمون برسیم. شماره 10 رو لطف بفرمایید. اینا هزار دفعه نشون دادم، بازم نشون میدم، بازم فرصت باشه نشون میدم. اینقدر نگاه کنید تا این ذهنتون رو که این لگن فروش دزد و علی منقلی و سایر اراذل اوباش از لندن تا لس آنجلس این وجود شماها رو کثیف کردن، ویروسی کردن، میکروبید کردن. این وجود تو از میروس و میکروب، من بدبخت یک تنه اومدم اینجا که پاک کنم. کاری کردم. دیدید گفتم با این ادبیات، دیدید چه ادب شدن، دیدید برام شطور اومد چه تعظیمی کرد در برابر رضا شاه و محمد رضا شاه، دیدید اون یارو عباس چا خان دیگه جرأت نمیکنه زر زیادی بزنه راجع به تاریخ ایران، حالا اومده داره اقرار میکنه که مصدق کودتا کرد، داره اقرار میکنه که شاه رو هیچ کس به مانند شاه در برابر امریکا یا نایستا. یکی پس از دیگری دیدین چه جوری کشیدمشون بیرون از تو سوراخ، یک تنه با یه دوربین با یه دونه میکروفون و دو ساعت که به من اجازه میدن. و سلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. من وسیله دیگه ندارم. کمک من کیه شما ملت؟ یعنی موفق شدم یک بخشی از جامعه ایران رو، تو بگو نیم درصد، تو بگو هزار نفر، من دنبال آمار ارقام نیستم. یک بخشی از جامعه ایران رو موفق شدم به طرف خودم جذب بکنم. چجوری جذبش بکنم؟ با صداقت، با راستگویی. بگم من همینم، همین آدمم، جلوی دوربین، پشت دوربین، بالای دوربین، زیر زمین، رو پشت بوم، من همین آدمم. من دو رو ندارم، همین یه رو دارم. یه عده‌ای که قبول میکنن حالا اونا پشتیبان منن، چون حالا پشتم داره گرم میشه، هی بیشتر جلوشون وای میسم، هی بیشتر تو دهنشون میزنم، هی بیشتر افشاشون میکنم، هی بیشتر میام به شما میگم اینا چه لای و لجنهای اجتماعی هستن. تا زمانی که ادب بشن، تا زمانی که تربیت بشن، چون 4 5 ششون رو تربیت کردم، مثلا یکی دو تا از این خانوماشون که خیلی سقز میندافتن تو دهنشون و خیلی پررویی میکردن، منتهی مرد چون من عادت ندارم زیاد دمپره خانوما بچرخن، فقط یه بچه بادی از راه دور یه بچه کبابی بهشون نشون میدم که نکن برنره با من، از این دنبر من نگه، چون من تو اون قسمت نمیام. آره بریم نگاه کنیم به شماره 10. سرکار بانو خواهش میکنم از حضورتون. Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callahan is the Prime Minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy, but this cannot be also compared to Buckingham Palace. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing, to manipulate our internal affairs? We won't let you. Old days,
you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing, to manipulate our internal affairs? We won't let you. You've often said that you have never sentenced to death anyone who has attempted to kill you. I forgive when it's anything concerns me personally. And I can't do it when it concerns the country and the state. بانوسارا گرامی سپاس از شما همینان عزیز ملاحظه فرمودی حالا یه لحظه فرمایش آریو من اسمی رو بگم آقای آندره از آلمان 35 دلار مرسی آندره جان دست درد نکنه دانکشون بچه نمین اردبیل 30 دلار دست درد نکنه دم بچه های نمین و بچه های اردبیل و بچه های آذربایجانگر 30 دلار و بانو رضوانی بسیار گرامی 35 دلار بین آیا سپاسگزارم بچه ها زنگ بزنید آچون زنگ بزنید حمله میهن پرستان کوبنده حمله کنید زنگ بزنید تا بمونه سنگر بمونه داریم بد بلای سرشون آوردیم داریم پیروز میشیم حالا حضور شما عرض کنم که فیلم ملاحظه فرمودید مردی که اومده با شاه ایران داره گفتگو میکنه بعد راجع به نفت اقتصاد سیاست فلان کاخ شما که گرونتر از کاخ کلهنه تو رسننه اصلا گرون اصلا کاخ شاهنشاه گرونتر از کاخ اون عجوزه است به تو چه مربوطه تو فضولی مردی که من با پول تو و پول عجوزه خریدی شما که همه چیزتون دزدی مال ملت ایرانه هر چه تو موزه هاتون دزدیده شده فرش ایران و نمیدونم آثار باستانی ایرانه تاج روی سر اون یارو عجوزه همش که مال ایرانه شما دزدین دزد دریایی هستین دزدین شما انگلیسا دزدین چه دزد آوردین تو خونه ما خمینی دزد بود شما دزد آوردید تو خونه ما برای همینه که اونایی که ادعا میکنن میگن ما اپوزیسیون خمینی هستیم همشون دزد و لگن فروش و آفتاب فروشن شما دزدین که رفیق دزد شدین دزدید همتون دزدید بعد ببین به شما که تو رو سنن مردی که من تعجبم چرا ساواک این بی پدر و مادر رو گذاشت سالم بره بشین تو بریتیش ایرویز با پس گردنی از بس شما مؤدب بود با شخصیت بود انسان بود مردونه با اینا مبارزه کرد پوکر رو باز بازی کرد با این بیشرف ها دستشو نشون داد بگذاریم اسلام مصدق 73 که هر حضرت آریامر اینو فرمودن در مورد که دیگر بهش باش تمدید نخواهیم کرد چی میشه؟ انگلیس میگه آیا این داره کشیده میزنه و میاد شاه که شد هیچی فتنه مصدق رو علم کردیم خوابون فتنه خمینی رو علم کردیم خوابون اونا رو که خوابون دیچی اومد اصلاحات ارضی رو انداخت مملکت رو از فئودالیسم کشید بیرون آورد تو جامعه سرمایه‌داری ایرانی که رعیت بود بدبخت بود فوش میخورد به دخترش به زنش تجاوز میشد توسط ارباب حالا رسوندنشون تو آپارتمان براشون شهرک اکباتان زده استودیوم 1000 نفری زده اتوبان براشون زده این داره ایران میکنه مثل انگلیس بعد رفتن بهش گفتن نه بابا کجایی خوابی چی مثل انگلیس اصلا اروپا رو تحویل نمیگیره این داره ایران میکنه مثل امریکا دارن به ایران میگن امریکای کوچک در خاورمیانه خب بعد میاد جلو آرامگاه کوروش بزرگ اعاده حیثیت ملی میکنه بعد اونطوری تاجگذاری میکنه سازمان های چپ بلند میشن با کشیده میخوابونتشون سازمان تروریستی مجاهدین که بازوی مسلح دولت کثیف انگلیس بر علیه شاه و ملت هستن یعنی همون فدایان اسلام اونا رو میخوابونه چپ و راست کرده همه رو فروشگاه های زنجیری تو ایران زده بازار رو به گریه انداخته انقدر فیلم های مستند و قشنگ و شیک و کاباره و کافه و دیسکو و اومده نسل رو بیدار کرده که چی نشستی داری خودتو میمالینی توی گل بیشعور محرم چیه سفر چیه تو رو سننه ماه رمضان چیه دهنت بوی گن میگیره بردشو رو اون دهن و دندون رو مهنته ببرن جمع کنی خودتونو مساجد داشت خالی میشو دیگه تو مسجد محل ما که من یادمه سالای 1349 48 49 50 شلوغ میشد قلقل میشد که یزدی میدادن شیرکاکاو میدادن اینا مثلا سال 56 57 دیگه خبری نبود در طول سال خبری نبود مگه این جریان حسین رو بردن سرشو بردن کجاشو بریدن اینا این جریان اونجوری علم شد دوباره مسجد شلوغ شد چون انگلیس هم مایه رو ریخته بود خب سال 1973 میشه 74 بازی‌های آسیایی تهران قهرمانان ایران بعد از چین کمونیست با 850 میلیون جمعیت ایران با 32 میلیون جمعیت دوم آسیا میشه در مجموع طلا در مجموع طلای مدال طلا و برنز و نقره در مجموعه مدال ایران میشه بعد از چین کمونیستی میشه دوم یعنی ما رقیب دیرینه
چین که ژاپن بود، کره جنوبی بود، اونا هم از بین بردیم. زنان ایران در والیبال، در بسکتبال، در هندبال، در شنا، در ورزش‌های سالونی، ورزش‌های رزمی، مردان ایران همینطوری دارن درو میکنن. بعد رکورد میذاریم تو آسیا، رکورد پرش ارتفاع و رکورد در مسابقات بازی‌های در مسابقات فوتبال و رکورد واترپولو و چه و چه و چه. ایرانیا دارن، ایرانیا دارن میان، بگیرین اینا رو، بگیرین جلوشون رو. خب 1975 یک سال پس از بازی آسیایی میزان تولید نفت ایران از عربستان سعودی میزنه بالاتر. عربستان سعودی که تکون میخوره روزی 6-7 میلیون بشکه میده بیرون، یهو میبینن ای ایران سرمایه گذاری کرده تو 4-5 کشور جهان، رفته پالایشگاه زده. حالا مهندسین نفت ایران رفتن تو جهان پالایشگاه زدن، دارن مهندس تربیت میکنن. ایرانی که تا دیروز من انگلیس از ایرانی به عنوان کارگر بدبخت استفاده میکردم، نفت ایرانو میذاشتم رو الاغ، از تو آبادان و از تو دزفول و بسید سلیمان اینو میبردم دم بندر، سوار کشتی میکردم، نفت ایرانی رو برمیشتم میبردم، یه چیزی که به اینا میدادم، مثلا یه نون خشکم به اینا میدادم. حالا مهندس داره رفته در سنگال، کره جنوبی، هندوستان، آفریقای جنوبی، رفته پالایشگاه زده، بعد میخواد بیاد پمپ بنزین بزنه تو اروپا. بعد فروشگاه‌های زنجیری که تو ایران زده داره با یه اسم دیگه به نام فروشگاه‌های زنجیری آریا میخواد در کشورهای مثل ترکیه، عراق، افغانستان، بحرین، قطر همون منطقه رو شروع کنه. بعد یواش یواش داره ادعای بازار مشترک میکنه این آقای محمد رضا شاه پهلوی که بیام یه بازار مشترک را بندازیم بین کشورهای خاورمیانه، بعد یواش یواش گسترشش بدیم برسونیمش به جنوب شرقی آسیا، بعد بریم برسونش به اندونزی و مالزی. پس چه دیگه بگو میخوام بازار آسیا رو بگیرم دستم. آره همینم میخواست بکنه، چون پتروشیمی جهانو داشت تو دستش میگیره، چون بیش از 70 ماده داشت از اون نفت تولید میکرد و درست میکرد و میفروخت در حد دمپایی و تشت و برای چیزای پلاستیکی. بعد اتومبیل داره میزنه، آریا داره، شاهین داره، پیکان داره، داره جیپ میزنه، داره شولت ایران میزنه، کادیلاک ایران داره میزنه، بویوک ایران، این داره جلو داره تلویزیون میزنه، تلویزیون پارس، ضبط صوت داره میزنه. بابا بگیرینش. خب بابا بگیرینش چجوری؟ بابا بگیرینش، ترورش کردیم نشد. چرا؟ سازمان امنیت قوی داشت، بیش از 240-250 بار خواستیم پاسش بمب گذاری سر راهش کردیم، زیر تخت خوابش بمب گذاشتیم، تو بالا پشتمونش بمب گذاشتیم، تو ماشینش بمب گذاشتیم، ترورش می‌خواستیم بکنیم، تو کاخش می‌خواستیم بزنیم، تو دانشگاه می‌خواستیم بزنیمش، تو خیابون می‌خواستیم بزنیمش، تو هلیکوپترش می‌خواستیم بمب بزنیم، تو هواپیماش می‌خواستیم بمب بزنیم، تو خارج از کشور می‌خواستیم بکشیمش، هواپیماشو می‌خواستیم با موشک بدیم کردهای تجزیه طلب اون طرف باغ بزنن بکشن. اصلاً چرا نمی‌میره این؟ چرا نمی‌تونم اینو بکشیم؟ خب اینجا نشد. کودتا هم که نعوذ بالله، اینکه جرأت داره تو ارتش اصلا این کلمه رو شب مثلا شب فرمانده ارتش، حالا مهمی اوبیسی، رحیمی، ازهاری، حالا هر کی، اصلا اینو شب که فرماندهان ارتش میخوابیدن تو ضمیر ناخودآگاه خودش، تو خوابم فکر کودتا واسش ممنوع بود. بعد کی میخواست کودتا بکنه؟ کی مثلا کی میخواست برای شاه کودتا بکنه؟ کی جرأتش از این کلمه رو به کار ببره؟ اینم که این کارم که نمیشه. خب ملتش هم که بخور و به حال و حول و عشق و تفریح و بچهای دانش آموزش رو نگاه کن تو مدارسی که من یه موقع روزای اول کلاس اول میرفتم مثلا مدرسه، مثلا تو کلاس ما مثلا 38 نفر، 40 نفر، 42 نفر بود. هرچی از مدارس گذشت اومدیم کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم همینطوری اومدیم، دیدیم هی تعداد کلاس‌ها داره چیزتر میشه، شاگردا نه کم بشه، چون مدارس قشنگی داشت افتتاح میشد، بازسازی میشد. مثلا توی یه دبستانی که من رفتم، دبستان بامداد، ما کلاس اول آ داشتیم، اول ب داشتیم، اول سه داشتیم، یعنی سه تا کلاس اول داشتیم، سه تا کلاس دوم داشتیم که تو هر کلاسی 15 نفر، 20 نفر، 22 نفر باشن. نه مدرسه ملی ها، نه مدرسه دولتی، مدرسه دولتی خلا نکن من مدرسه ملی میرفتم، نه. بعد شده بود مختلط، دختر و پسر، هم پسرونه بود هم دخترونه بود هم مختلط بود. بعد کودکستان، بعد آمادگی. این مملکت رو داره میسازه، این اومده ایرانو بسازه. این پس هدفش همون هدف پدره است. اون گفت ایران نوین، این اومده یه پا دیگه گشته جلوتر، میگه پیش به سوی تمدن بزرگ. آقا بگیریمه، چون این ایرانیان بنمایه شو دارن، اینا عرب نیستن، اینا مثل عربا نیستن، مثل همسایه ها نیستن، اینا بین خودمون باشه، ایشالا همسایه هامون نشنون، اینا خیلی نیستن. این ملت، ملت مشخص، ملت جنتلمنی، خوشبوشی، خوشبرخورده. تا میان خارج از کشور اصلا مد بود، میگفتن خارج از کشور 6 ماهه باید زبان یاد بگیری. شما به عنوان ایرانی میادی خارج کرده 6 ماه زبان، اگه یه نفر 8-9 ماه زبان یاد میگرفت میگفتن این خیلی شیطنت کرده، زبان اون مملکت یاد میدم. بعد 200,000 تا دانشجو خارج از کشور، مهندس گور و گور داشت میومد تو ایران، دکتر گور و گور داشت میومد تو ایران،
3 میلیون کارگر خارجی، این کشور پیشرفت کرده. اگر اینو ولش کنیم این 4 5 سال دیگه کاری میکنه عجوزه لندن بیاد بشینه تو کاخ نیاوران بگه اعلیحضرت من اونجا واقعا خیلی آب و هواش بده، ورم قلبه کردم نمیتونم اونجا زندگی کنم، یه دست رخت خوابی تخت خوابی چیزی بده من همین بغل مقالا بغل همون کاخت یه بچه کاخی هم برای من درست کن، اینا تو که حواست به دنیا هست، مثل پادشاه اردن بود یارو کوچولوه چی بود به خودش میگفت ملکه بود، ملک بود کی بود، حسین بود کی بود، حسن آقا بود، حسین آقا بود کی بود، مال اردن صبح تا شب تو ایران بود، بعد یعنی دیگه نمیومد که واسه سرود مرود بزنم، مثل آقدایی همطوری میومد میرفت خون خاله بود، واسه خودش میرفت رامسر میرفت حال میکرد، یه محافظم واسهش نمیذاشت، اصلا شده بود جزو شهروندان ایرانی. بعد ازش پرسیدن که داداش مثلا نمیخوای بری یه سری بزنی به عمان پایتخت اردن؟ گفت نه تا موقع که اعلیحضرت هست من مشکلی با نداریم. اون یارو که نشسته تو عمان لنگ بسته رو سر خودش کیه؟ سلطانه نمیدونم تو پشت بامه کیه؟ اون یارو قابوسه نمیدونم تو قابوسه پیش قابوسه کیه؟ اون اصلا دیگه خیالش راحت راحت نیروی دریای شاهنشاهی ایران اینجا خوابیده بود، قیلونیشو گرفته بود هر از جنگای میگه وضوعی میگرفت با دریای عمان حال میکرد واسه خودش. بله بحرین قطر عربستان همه خیال راحت، شاه هست دیگه کی داره مثلا کی میخواد دو خاور میانه به ماها بگه بالا چشت ابرو است. یه ذرم اومدم اون یارو حسن البک رو نمیدونم اون یکی عارف و وارف و نمیدونم سرجوقه و سید علی آقا و فلان اومد از شیطنت بکن دو تا کشیدم نه پر کشیده گرفت به گوششون خفقون گرفتن صدام با دم تیکل اومد گفت من که خودم غلط کردم چی حزب بس که غلط کردی چی اصلا کلیت نظام عراق غلط کرد. ببخشید خیلی اسکیموزی داریم هر چی شما بگی همونه که الان فرمودن این لیست رو میبری اونجا به فارسی نمیشه و عربی واسه ترجمه کنه اینا رو اجرا میکنی اونجا اسمش اروند روده شیطنت هم نکن مرزم اینطوریه 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 تازه سرشون هم کلاه گذاشتیم یه 13 14 کیلومتر از پایین یه 14 15 کیلومتر وسط 17 18 کیلومتر از بالا سرتای قصیه رو زنیم گفتیم همچین چون اونور مرز خیلی خطاش خیلی ناجوره یه خط صاف بزن واسه تو میکشیم و اینا. یه همچین آدمی طبیعی این برنامه داره، این میخواد ایرانو برسونه به دوران هخامنشیان، این آدم دنبال فلات ایرانه. چرا؟ چون این آدم باهوش میدونه که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به زودی یعنی مثلا به زودی نه فردا، این در طی 7 8 10 15 سال آینده اینجوری که بوش داره میاد و خودم هم دو سه بار رفتم مسکو اوضاع رو دیدم و اخباری که میاد چون همه جا آدم داشت همه جا اعلیحضرت حواسش به همه جا بود، تمام روزنامه‌های معتبر جهان داغ داغ صبح به اول صبح رو میز اعلیحضرت بود، از فیگارو فرانسه و انگلیسی پرفکت، از اسوشیت چیز این چین واشنگتن پست و نیویورک تایمز و لوموند و فیگارو و اشپیگل و مشپیگل و پشپیگل و همه رو می آورد رو میز میخوند، اوضاع جهان تو دستش بود، مزنه بازار جهان تو دستش بود، یک شخصیت بین المللی بود، میدونست داره جهان چی میشه. پس حالا آذربایجان برمیگرده، ارمنستان برمیگرده، گفت نه با زور، نه با زور، خودشون با التماس با اون فشاری که 70 سال شوروی تحمل کرده بودن، ترکمنستان میاد، تاجیکستان میاد، ایران اون 1.5 میلیون کیلومترش از دست میده، افغانستان که اصلا قبالاشو خودشون آوردن باشه. اعلیحضرت برای بازدید یه جمع مثلا نمیگونه اعلیحضرت برای بازدید رفتن امریکا، اون سفر رسمی اعلیحضرت به ایالات متحده امریکا، وقتی اعلیحضرت تشریف بردن به عمان و همین کوچولو موچولو اون اعلیحضرت برای بازدید به عمان تشریف آوردن، یعنی مال خود، یعنی عمان استان ما بود، پاکستان استان ما بود، حالا بچه اینو نمیاد بره اونجا میخساف کنه، این بلا رو قرار بود سرمون بیاره. خب پس این آدم باید بره، چجوری حالا باید بریم؟ کودتا که نمیتونیم بکنیم، نتونستم که بکشیمش، تروریسم هم که نتونستیم بکنیم، سیاه کل درست کردیم، نمیدونم بالای کل درست کردیم، کل هر غلطی کردیم دیدیم نمیشه. این آقا رو باید با یک نقشه درست حسابی ببریم، حساب و کتاب کردم دیدم یه چیز حدود 5 6 میلیارد باید خرج کنن این آقا بره. حالا گوش کردی آقا پسر، این آقای شاه ما از شهریور تا دیما فرار نکرد. آره بابا اونجا اونها بزرگترات بپرس، آره اینقدر نشین هشیش بکشین تو این هیئت ها، مختون کوچیک شده شده بنزی فندق. خب این شاهنشاه رو با یک برنامه ریزی وسیع از زیر شروع کردن زدن، چجوری باید بزنن خیلی ساده، الان دونه دونه با هم میریم جلو. سرکار بانو خواهش میکنم لطف بفرمایید
اون عکس ها رو، عکس 3, 4, 5, 6, 7, 8 دونه دونه عکس ها رو بذارید تا ما با بچه ها دونه دونه بریم جلو. بچه این عکس ها رو که میذارم نگاه کنید تا الان بانو سارا لطف میکنن نگاه کنید تا با هم دونه دونه بریم جلو ببینیم که این آقای محمد رضا شاه پهلوی عزیز ما 17 شهریور اومد شروع شد و بعد گذاشتش رفت 26 دی رفت. خب این عکس اولیمون، عکس شماره 3 مونه. این کشورها رو می‌بینی؟ کشورهای گروه عضو به اصطلاح میگن گروه 20. خب شما اسامی کشورها رو نگاه کنید. تو آسیا نگاه کنید، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، چین، هند، عربستان سعودی. یه بار دیگه میگم، ژاپن، کره جنوبی، چین، این سه تا نظرتنگای اون و یه خیابون بیا پایین‌تر اندونزی، یه خیابون بیا این برتر میشه هند، تو خاورمیانه فقط عربستان سعودی. اینو داری؟ بریم توی و استرالیا هم از قاره اقیانوسیه. تو آفریقا فقط داریم آفریقای جنوبی، اون پایین پایین. تو اروپا نگاه کنید، روسیه، ترکیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا. این برام که کانادا و امریکا و مکزیکو عرض کنم، برزیل و آرژانتین. بانو همطوری نگه دارید عکسو. حالا خوب گوش کنید، الان 1978ه. الان 2010 میلادی، 2019 میلادی نیست. خوب توجه بفرمایید. در زمان شاهنشاه آریامهر بجز کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، بجز این پنج کشور، تکرار میکنم، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، بجز این پنج کشور، اون 15 تا کشور بجز روسیه و چین از نظر قدرت نظامی و استرالیا و کانادا به خاطر ناکر بودن انگلیس، تمام اون کشورهایی که اونجا دارید میبینید خیلی پایین تر از ایران بودن در تمام زمینه ها، در تمام زمینه ها، در تمام زمینه ها اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. تازه چین و روسیه فقط به خاطر اتم داشتن، اتم و گردن کلوفتی و لاتولوتی و چاقوکشیشون، نه به خاطر مسئله اقتصادی، نه به خاطر مسئله اجتماعی، به خاطر گردن کلوفت بودن تو دنیا حرف برای گفتن داشتن. همین و بس. حتی در بیشتر مواقع ایران شاهنشاهی از نظر سیاسی قدرتش از چین و روسیه در جهان بیشتر بود. و بعد استرالیا و کانادا چون زیر آتش توپخانه عجوزه انگلیس بودن، اینا هم تو دنیا گهگاهی یه غلطای زیادی میکردن، ولی نه در حد ایران، نه در حد ایران، رهبرانشون در حد شاه نبودن. پس ایران 1978 از امریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ژاپن، از این پنج کشور از نظر صنعتی و اقتصادی در بعضی مسائل عقب‌تر بود. داری؟ سرکار بانو عکس بعدی رو لطف بفرمایید، عکس پنجم. این شخصی که این عربه که داره دست میده با رئیس جمهور کنونی امریکا، برگردید به 40 سال پیش، الان فرض کنید 1979، به جای اون عربه باید الان کی باشه؟ رضا پهلوی. سرکار بانو عکس بعدی رو لطف بفرمایید. عکس بعدی رو با هم ببینیم. از اون ایرانی که براتون گفتم باید چی میشده، سرتیتر روزنامه های 2019 شو نگاه کنید، 2019 میلادی. ایران مسئول حمله موشکی به ریاض نیست. ایران گفتم چی بود در منطقه؟ ایران در منطقه طوری بود که پادشاه عمان میومد تو ایران بستن قیفی میخورد، پادشاه اردن، پادشاه عمان تخت خوابیده بود، پادشاه عربستان سعودی میگفت خدا سایه شاهنشاه ایران رو از سر مردم مسلمان خاورمیانه کم نکنه. اون شاه، اون مملکت به کجا میرسه؟ هدف چی بوده؟ هدف این بوده. سرکار بانو لطفاً عکس بعدی رو، روزنامه بعدی رو نگاه کنی. این روزنامه مردم سالاری، آره تو ببینی. قیافه این لجن رو نگاه کنی. تیتر رو ببینید اون بالا، برای براتون چی زده؟ 16 میلیون پرونده قضایی در سال 96. همین تیت بسته، بقیه رو اصلا بلش کنیم. تشکیل 16 میلیون پرونده قضایی در سال 96، بقیه تیتراش هم بلش کنیم. کوچه و یارو آخونده اون پایین نوشته نمیدن بررسی وزارت اطلاعات راجع به کانال‌های تلگرامی سرکاری و کارگران قربانی اول بحران‌های اقتصادی، مهندسی آشوب و اختشاش در ایران، اینا رو اصلا بلش کنیم. همون بالا رو بسته تونه.
بعد در زمان شاهنشاه آریامهر برای ما سریال طلاق می ساختن که وزارت دادگستری ایران رو زیر سوال ببرن. حالا میان خارج، حالا اومدن از خارج از کشور جلو دوربینا تو رادیو تلویزیونا دارن دم از دموکراسی میزنن. برامون آقای مربوطه بهزاد آشتیانی درست میکنن، برامون شبکه صفر درست میکردن. دروغ میگم این گردن من این تبر شما بیان بزنید. سرکار بونو عکس بعدی لطفا. کجا کجایی؟ بچه‌ها دیگه نمیان بگین دنیای زندونی خیلی وضعمون خرابه. کجاست؟ جمعه ها خونجای بارون میچکه. سرکار بونو اینو لطف کنید کوچیک کنید دست درد نکنه. سمت راست علی داییه. دیدید بهتون میگم مامورم؟ دیدید بهتون میگم اینا همشون حلبی سازن؟ من میرم برای اون اردبیل، برای اون کرمانشاهی ها زلزله زده، سیل زده، برم خونه بسازم، فلان بسازم. دیدید عادل فردوسی پور رو؟ اونای دیگه معروفن ها، من این عرازه باباشو نمیشناسم، این دوتا آشغال رو میشناسم. خب؟ دستو میری چجور سینش کشته؟ خاک بر اون سرت کنه که تو بشی ورزشکار ایرانی. یک تار موی گندیده، سنگ ریزه های دم قبر همایون بهزادی هم نمیشی تو. قالیبافه، قالیباف هم که فکر کنم دیگه همتون بدونید دیگه، چی رو بگم دیگه، هر دانید دیگه. عکس بعدی سرکار بانو لطف بفرمایید. خیلی متشکرم ازتون. بله اینو لطف کنید کوچیک کنید. میدونید این کجاست؟ استودیوم تو تبریزه. این تیم تراکتور سازی بازی میکنه. خاک بر اون سر بیشرفتون کنن، خاک بر اون سرت کنن که به عنوان جوان تبریزی نشستی اونجا و اجازه میدی که در استادیوم تبریز پرچم ترکیه رو بگیرن تو دستشون. خاک بر اون سر بیغیرتتون کنن. ستارخان و باقرخان اگر الان از زیر خاک بلنشن دستور میدن در اون استادیوم رو ببندن، تک به تکتون رو با تکدیر میزنن، با همون برنوها که تو دستشون بود. تک به تکتون رو، تک به تکتون رو میزنن. خیلی بیغیرتید. عکس بعدی سر کاربانو اگر هست خجالت بکشی. فک اونو باید خورد کنی که اونجا عکس ترکیه، پرچم ترکیه رو گرفته. فکشو باید خورد کنی. جنازش از اون استادیوم باید بره بیرون. ها؟ دیدید شاه چرا رفت؟ شاه رفت که جای رضا پهلوی بغل ترامپ این مرد که عربه باشه، اصلا آدم خوب این باشه. این در زمان دیدید که بهتون چی گفتم زمان شما کجا بودیم، اینا کجا بودن، کشورها هم که دیدید. شاه بره ایران امروز، مردمش برن ترکیه خونه بخرن، پلیس ترکیه ایرانی ها رو بزنه، ایرانی بره ترکیه بره کنسرت، در حالی که بهترین هنرپیشه های ترک فخرالدین و سایرینشون التماس میکنن با هنرپیشه های ایرانی عکس بگیرن که افتخار بازی مشترک داشتن. امول ساین بیاد ایران به زبان فارسی گل سنگم گل سنگم بخونه. من بچه اون زمان راجب تیغلی شاه حرف نمیزنم. ایرانی امروز بره تو اون کشور التماس کنه. رضا بیکمانوردی هنرپیشه بزرگ ستاره سینمای ایران فرار کنه از ایران بره ترکیه، تو ترکیه‌ای که با عبدالله بوتیمار روان هر دوشون شاد، بره در ترکیه ای که روزی روزگاری التماس به این دو بزرگوار میکردن بیا برای ما اونجا فیلم مشترک بازی کن. اسم شما هم اول مینویسی، اصلا شما آرتیست فیلمی. که رضا خان بیگامردی گفت من خجالت میکشیدم میرفتم پیش رفیقای ترکم، خب سری من جمع جور میکردم، من سری اصلا اونجا میستم امریکا، خجالت کشیدم با اون وضعیت خودمون نشون بدم. هنرپیشه ایرانی رو اینطوری خوار و ذلیل بکنن. بعد امروز مهران مدیری بیاد بشه همه کاره سینما و تلویزیون ایران. پرویز پرستویی بیاد برای شما فیلم مارمولک بازی کنه، سر کارتون بذاره. بعد به من نگین چرا داد میزنی یا من راحت بهتون بگم من آدم بی غیرتی نیستم. من به غیرتم، به شرفم، به آبروم، من به پرستیژم برخورده. برای همینه مثل بم میمونم، آروم نمیتونم بگیرم، دست خودم نیست واقعا. نخیر که من جوگیر دوربین میشم و نه، من با رفیقام پای تلفن حرف میزنم، میزنم رو بلندگو، تلفنم اینطوری پرت میکنم، راه میرم تو خونه و داد میزنم. نمیتونم. یه جایی این ارق ملی باید تکون، یه جایی باید بفهمی که چجوری خوردی. حالا برای تو محرم پارتی را انداخت، دختری یه کسافت انقدر به خودش چیز فرو کرده اومده نشسته الان قلبونه برم. آقا میریم حال میکنیم، خاک بر اون سرت کنم با اون حال کرده. تو معنای حال رو نفهمیدی، تو اصلا نمیدونی حال یعنی، اصلا از این کلمه استفاده نکن. حال میکنی، تو نمیفهمی حال کردن یعنی چی. حال میدونی به چی میگن؟ حال به اون که با دوست دخترت، با نامزدت، با زنت، با رفیقت بری بشینی تو کابره باکارا، تو میامی، تو مولن روش،
خواننده مورد علاقت بخونه با اعصاب راحت تیپ زدی شیک میز شام تو آوردن گذاشتن جلو جوجه کباب و ویسکی و آبجو خوردی نوشیدی عشق کردی پول میز تو دادی مثل آدم نشستی تو ماشین رفتی تو آپارتمانت با اعصاب راحت با امنیت راحت به این میگن حال نه بری خودتو به غلطونی به گل و بعد بگی و حال حسین رو کشتن به اسفر و سافرین که کشتن به درک کشتنش آخه بدین مردم توهین نکن انقدر میگم تا دوزاریت بیفته دین نیست اسلام دین نیست اسلام یک روند سیاسی بوده اسلام یک دعوایی بوده در بین خاندان قریش بین ابو مطلب گوساله و ابو سفیان بی پدر و مادر تازه ابو سفیان خیلی با شخصیت و با خیلی با کلاس بوده ابو سفیان خیلی با کلاس بوده چیز داشته روابط حسنه داشته با همسایه‌های خودش ابریشم می‌خریده ابو مطلب و ابو طالب کی از دامان نامبارکشون اومد بیرون یارو محمد گالیچی محمد رازم فرق نمیکنه گالیچی و رازم منو شما نداری اینقدر بهتون میگم تا این مخ یخزدتون تکون بخوره که خجالت بکشی که از ساسانیان از هخامنشیان از اشکانیان اونا رو ول کن از پهلوی برسی به جمهوری اسلامی از رضا شاه از تمدن رضا شاهی از تمدن محمد رضا شاهی بیای برسی به جایی که الاف یه تلویزیون انگل لندنی بشی عشق دین باشی که در سال 4 تا مستند بهت نشون بده 4 تا بچه اطلاعاتی میره تو مخت بره قبول میکنی بکن نمیکنی نکن به اون درجه از حقارت برسه زن ایرانی که معصوم قومی بشه نمایندهش تو خارج از کشور رفته به حساب خودش شیرینک عبادی بشه نماینده سمبول زن ایرانی به عنوان جایزه صلح نوبل انقدر به اون درجه از حقارت برسی که اپوزیسیون تو بشه لگن فروش دوز بیشرف انقدر به اون درجه از حقارت برسی که حسن صدق خور و سایر اراذل اوباش بیان بشن اپوزیسیون تو بعد انقدر اینا چون همه جاها رو رفتن چیز کردن رزرو کردن برای خودشون 20 ساله انقدر تو مخاطو کردن که یه نفر مثل من بیاد اینطوری بخواد این ویروس و میکروب و باکتری از مخاط بکشه بیرون توسط همینا میگن نه آقا اینا طرفدار شازرز و پهلوی نیستن اینا عکس شازرز و پهلوی نیستن بغلشون و فقط فحاشی میکنن چاقوکشی میکنن تو چشمت کور بشه و چشمتون کور بشه زبان مبارزه اینیه که من بهتون میگم اگر میخواد برسید به اون عشق و حال اگه دنبال عشق و حالی بیا تو من واسه تعریف کنم عشق و حال یعنی چی عشق و حال هم عشقشو بهت بگم یعنی چی که عشقشو ببری هم حالشو بگم یعنی چی که حالشو ببری حال کن بیا بهت بگم استادیوم فوتبال رفتن چه عشق و حالی داره بیا بهت بگم فوتبال نگاه کردن چه عشق و حالی داره بیا بهت بگم سر کوچه تابستونا با بچه‌ها جمع شدنا منتظر یار بودن سر محله چه حالی داره بیا بهت بگم تو هر محلی وقتی یه کبابی هست دو تا آبجو تیری میذاره بغلش بد میده بخوری چه حالی داره اون حاله نه سیاه بپوشی بری بغل سر علم و کتل واسه عکس بگیری اون حال نیست اون بدبختیه اون یعنی حقارته اون یعنی این که تو رو از قله دماوند از 5000 متر آوردن کردن تو کسافتی به اسم چه جمع کردن این معنای حاله اونی که رو قله دماونده اونی که اون قله رو فتح کرده اون میدونه حال یعنی چی تا نری تو اون قله نه تا کسی فوتبال بازی نکنه نمیفهمه اون تو چه خبره تا کسی شنا نکنه نمیدونه شنا چقدر چه حالی میده تن تو به اون آب بزنی حالو باید بفهمی مثل آدمایی که پول دارن بلد نیستن خرج کنن آدمی که پول نداره با همون دشایی که تو جیبشه بتونی پول خرج کنی اون حاله پول نداشته باشه حال کنی حاله من پولداری که حال نیست اون هنر نیستش که تازه بلدن نیستن خرج کنن من نمی‌بینید همین لجنزاراشون که به خودشون میان آقازاده بیشور رو همه پول داره خاک بر اون سر دامو حال کردنه دختره بذاری جلوت اسکناس بشماری بعد به دختره بگی به شست من یه لیست بزن که من بیشتر بشمارم اون پول رو ده به من ببیشون بقل دست من تا بهت بگم با اون پول همون لحظه تو همون اتاق چجوری میشه حال کرد تا حالا بهت نشون بدم با تلفن بهت نشون بدم چجوری سرویس میاد تو خونه حالا باید بلد باشی این حال آقا رضا اینقدر حال امیر میشینی تو هیئت خلل میکنی سطح ادبیات تو سطح لباس پوشیدن تو مملکتی رو که میخوای داغو کنی لباس پوشیدن از زنا و مردان و مملکت بگیر چرا اینا با ریش زدن مخالفن چرا اینا با کراوات مخالفن میدونی کراوات یعنی چی شما وقتی کراوات میزنی باید پیرنت اتو کرده باشه باید یقه پیرن تمیز باشه باید کت مناسب بپوشی تو باید ست لباس بپوشی تو باید شلوار اتو کرده باشه تو باید کفش واکس زده باشه
این کراوات، یک کراوات، یه نخ که به خدا آویزون میکنی، همین که من به خدا من آویزون کردم، ببین این چجوری تو رو لباس تو عوض میکنه. پیرن تمیز اوتو کرده، کت مناسب، شلوار مناسب، پیرن جوراب، حتی جوراب مناسب، کفش مناسب. او خانومی که لباس میپوشه باید حتی طلایی که به گردنش میندازه، گوشواری که به دست به گوشش میکنه، انگشتری که به دستش میکنه، اون ساعت همش باید ست باشه، کفشش باید بخوره به لباسش. چرا جامعه رو به این روز انداختن؟ چون ایرانی رو به لجن بکشن که بعد بیاد انقدر این بلاها رو سرتون آوردن، حجاب و نمیدونم کراوات نزنین رو ریش بذارین و دهنتون بوی گم بده و شلوارتو پیرنتو بعد بذارین رو شلوارتو، ولش کن بی خیال با شلوار از این یارو بیشامه‌ای ها هست بهش معروف بودن، شلوار کردی بود چی بود، برین تو خیابونا توف بنداز تو خیابونا که بتوانن کاری بکنن که تو بری به محرم میگه عجب حالی تو، میگه حال تو خیلی حاله، خودت ببینی جد آباده. من زیر من که جک نزدن که آدم با معرفت به کسی نمیگه تو امیدی، میگه تو نمیری. ادبیاتتون عوض کردن، لغتایی که بهتون میگن، یه لغتی بود تو ایران میگفتن ملاخور، اینا دهنتون گرفتن. آقا دارن همینطوری میخورن ها، چی میخورن؟ ملاخور. اینا را دهنتون گرفتن. اینا یه مش روانشناس توده‌ای دارن، میدونن باهاتون چی کار کنن. لغتای آریامهری رو از دهنتون گرفتن، ادب رو ازتون گرفتن. برای همینه که احترام پیشکسوتتون رو نمیگیرید، برای همینه که احترام بزرگترتون رو نمیگیرید، برای همینه که در برابر پدر و مادرتون صداتون رو بالا میبرید، برای همینه که در برابر بزرگترتون پاتون رو دراز میکنید، برای همینه که با یه نوع ادبیات دیگه تو این تلگرام حرف میزنید. عادتتون دادن چون عرض اوباش خودشون فرستادن تو تلگرام، تو اینستاگرام. من اگر همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم، فرض بفرمایید من همین الان تو استودیو تلویزیون ایران آریایی ام، فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم، همین الان سرکار بانو حاله الان در استودیو حضور دارم، بنده افتخارا در کنار ایشون داریم برنامه اجرا میکنیم، شما میخواید که من اینطوری حرف میزنم؟ آره، در برابر این بانو، نه بانو حاله، بانو سارا، یک بانویی الان در اونجا نشسته، نه فقط بانو، جناب حسن رهنوردی، جناب وطنخواه، یا آقای اونجا نشسته. من الان اینجوری با اونجوری صحبت میکنم اونجا؟ حالا تو چرا الان اینجوری حرف میزنی؟ همین اینا رو ازتون گرفتن، حساب و کتاب کار ازتون گرفتن، راهتون رو عوضی گرفتن. به جای که وقتی میخوای بری استودیو فوتبال، بری فوتبال یا کنی، با چی میری؟ با کراوات میری استودیو فوتبال؟ نه، باید لباس اونجا رو بپوشی، لباس اسپورت باید بپوشی. وقتی میخوای بری با دوستات میخوایم بریم مثلا استخر ما بنشنا کنی، با چی میشی؟ مثلا پالتو میپوشی تو وسط تابستون میشنا میکنی؟ پالتو که نمیپوشی که، دو چرخ سواری لباس مخصوص خودشو مگه نداره؟ شنا مگه لباس مخصوص خودش نداره؟ اینا رو از شما گرفتن. لباس شنا تنت میکنی بعد میری هیئت سینه میزنی، خیلی حاله. بعد لباس مثلا عزاداری تنت میکنی بعد پا میشی میری عروسی چیز میذاری، آهی میذاری، اینا که خودتون برام میپیزه. آرز تو رو خدا اینا رو نشون بده، نشون بدم اون دوتا بچه قرتی رو که لباس زنونه پوشیدن، آرایش زنونه کردن، بعد اونطوری دارن میرفتن، خجالت نمیکشین شما؟ بعد من بیام اینجا هرس و جوش بخورم که بعد شماها رو بکشم تو خیابونا که شما بگین جاوید شاه؟ شماها چقدر طول میکشه تا من حس میهن پرستی رو از این راه دور با این دوربینه، با این فشار عصبی، با این خستگی روحی و جسمی، چون فقط شما دارین ظاهر منو میبینین، از درون همه بیرونم، هم ظاهرم آباد، مجبورم ظاهر آباد نگه دارم، بعد من چطوری بیام در برابر خیلی عظیمی از مزدوران وزارت اطلاعات، از نوکران انگلیس MI6، از نوکران حزب دموکرات امریکا، از نوکران CIA، از این نوکرایی که نشستن جلو رادیو تلویزیونا، یکی چرت میزنه، یکی از بازارچه آگهی رد میشه، یکی لگن میفروشه، یکی ناموس میفروشه، یکی شرف میفروشه، یکی همه چیشون رو میفروشن که یه آهنگ خونده حسن کمایی‌زاده میگه لیوانمو با خودت ببر، فرشمو با خودت ببر، نمیدونم کتمو با خودت ببر، فقط تو رو خدا تو رو از لباس گیتارمو با خودت نبر. اینا میگن همه چیه منو ببر، شرفمو ببر، ناموسمو ببر، حیثیتمو ببر، آبرومو ببر، هر چی دارم، مردونگیمو ببر، عزتمو ببر، انسانیتمو ببر، زنونگیمو ببر، هر چی دارم ببر، فقط تو رو خدا دوربین از من نبر، این دوربین از من نبر، چون اگه این نباشه من دکونم تعطیله. این دوربین باعث شده که الان من تو خیابونا راه برم همه منو نشون بدن، بعد وقتی میان تو بقالیای من، حالا اسم اون بقالیه هر چی هست، وقتی میان اونجا میگن که اینا مثلا فقط من یه بقالی دارم تو آمبور، مثلا اسمش هم زدم مثلا بقالی کوروش، بعد میان میگن این رضا احمدی ها، این میشناسی همون که تو تلویزیون آریایی، این میره با اون میگه، اون میره با اون میگه، فقط بخواد که به من نگاه کنه، هر کدومش میگه یه لباسی از من میخره. ما رو به این حقارت ملی رسوندن، حقارت ملی، ما رو حقیر کردن. میدونی چرا؟ چون اون آقا رو بردن. چجوری بردنش؟ آها، اینا که بهتون نشون دادم، چون اون آقا اومد جلوی اژدها ایستاد، جلوی این کفدارا ایستاد،
اومد ایستاد و سینه سپر کرد برای ملتش. حالا اگر من غیرت دارم، خودمو دارم میگم، اگر من رضا احمدی غیرت داشته باشم، اگر شرف داشته باشم، اگر حیثیت داشته باشم، اگر انسان باشم، اگر آنچه که میگم بهش، حرفایی که از دهن خودم داره میاد بیرون واقعا بهش اعتقاد و ایمان داشته باشم، اگر آدم باشم و بفهمم که آدم باید آدم باشه، انسان باید انسان باشه، این مزخرفاتی که خودم میگم بهش اعتقاد داشته باشم، فقط جلو دوربین نیام اینو بکنم خوراق تبلیغاتی، اگر به این مزخرفاتی که خودم میگم چرتاغرنی پندارنی گفتارنی، به این حلبی سازی که راه انداختم اعتقاد داشته باشم، باید جونم رو بدم برای پهلوی. فهمیدید پهلویست ها؟ فهمیدید مشروط خواه ها؟ فهمیدید سلطنت طلبان؟ اون آدم برای من از خودم دارم میگم، رضا شاه به خاطر من تبعید شد، به خاطر مادر بزرگ من، پدر بزرگ من، محمد رضا شاه پهلوی به خاطر مادر من، به خاطر پدر من کشته شد، به قتل رسید، بچه هاشو کشتن به خاطر من، به خاطر من بی غیرت. پس من باید به رضا شاه، به محمد رضا شاه، به لیلا پهلوی، به علی رضا پهلوی، من باید به شهبانوی این مملکت که عمر و جوانیشو داد، در عنفوان جوانی زندگیش رو تعطیل کرد که بچه هاشو بزرگ کنه. خیلی سخت بود، هیچ لغتی نمیتونم به کار ببرم، که این بانوی شریف شوهرشو جلو چشاش کشتن، 4 بچه‌شو، 2 دخترشو، 2 پسرشو در عنفوان جوانی، در یکیشون کوچولو، یکیشون تو نوجوانی، در اون غرور نوجوانی، تو این بچه‌ها رو چجوری می‌خوای جمع جور کنی؟ دنیام چاقو تیز کرده بکشه، خانم‌ها رو از بین ببره، از نصف برم مراکش، از مراکش بیام پاریس، از پاریس برم امریکا، یه پام پاریس باشه، یه پام واشنگتن باشه، یه پام نمیدونم بوستون باشه، سر به این بچه‌ام بزنم، سر مادر دیگه، اصلا شهبانو بودنش رو بذاریم کنار. این زن، این بعدش حضرت فاطمه رفت لایدن، به خبر پدرش که رفت لایدن، لای پشکل باید میرفت دنبال مظلوم میگردیم، بیاید تا من آدرس بهتون بدم، شهبانو فرح دنبال فاطمه زهرا میگردی، دنبال زینب و کبرا میگردی، بیاید من بهتون آدرس بدم. از این ستم کشیده تر میخواید؟ مگه نمیخواید روزه بعد وسطون بخونن گریه کنن؟ بیاید بشینید گریه کن، خون گریه کنی که دنیا چه بلایی بر سر شهبانوی ایران آورد، بر سر بانویی که پس از 1400 سال اومد رو سرش تاج گذاشتن، یعنی رو سر زن ایرانی تاج گذاشتن، بعد رضا هرس نخور. خب بس بستنی بخورم؟ پس چی کار کنم؟ پس اومدم اینجا چه غلطی بکنم؟ خب من الان پسر این مادر، من الان رضا پهلوی، چجوری این طور نجاتت بدم؟ چجوری نجاتت بدم؟ اصلا چرا نجاتت بدم؟ بابامو کشتین، بابا بزرگم، اون پدر و پدر بزرگم با اون بی آبرویی، بی آبرو، برادرم، خواهرم، من با اون برادر خواهر تو اون خونه، اسم تو اسمشو بذار کاخ، تو هر جا خونم بوده دیگه، بابا خونم بوده، به خاطر اوضاع زندگیم اونجا اسمش کاخ بوده. با اون بچه ها، من با لیلا و علیرضا با فرهناز، من با اینا بزرگ شدم، خواهر برادرم بودم، ما هم مثل خواهر برادر مردم بازی میکردیم، قایموشای بازی میکردیم، مدرسه میرفتیم، سرکول هم دیگه میزدیم، مثل همه آدم، مثل همه بچه ها. منم مادر داشتم، منم پدر داشتم، منم پدر مادر داشتم، منم میخندیدم، منم عید داشتم، منم برای اون جشن تولد میگرفتم. بعد حالا اومدی به من میگی آقای رضا پهلوی تو چیکار کردی واسه ما؟ آقا رضا پهلوی چرا نمیان کاری میکنی؟ آقا رضا پهلوی چرا فتوا نمیدی؟ آقا رضا پهلوی چرا فراخوان نمیدی؟ فرو شده دخور تو نیمه تا باقیه؟ یه طلبکاری؟ یعنی من اینجا بده کارم تو طلبکاری؟ وقتی که یادم میفته شاهنشاه آریامهر تو باهاماس، همون خبرنگار بی بی سی داره باش صحبت میکنه، اون مرد، اون عظمت، اون عظمت، اون عظمت، اون خدا که وقتی میگفت کوروش شاه بزرگ، 4 ستون بدن جهان میلرزید، تمام تصمیمات مهم خاورمیانه، نفتی، اقتصادی، گاز، ماهی، تن ماهی، هر چی تو اونجا تصمیم گرفته میشد، بریم ببینیم نظر علازده که مگه نواره سنسون مکنه، نمیدونم چه غلطی میخواییم بکنیم. اون مرد کت و شلوار 3 شماره بهش بزرگ شد،
از هواپیما که آخرین بار اومد پایین. مگه دوست ندارید بشین روزه براتون؟ مگه محرم نیست؟ بشین تا من واسط بخونم. دست به روزه من گوده گوده. بشین براتون بخونم. وقتی از پله‌های هواپیما داشت میومد پایین، آخرین باری که پاشو از پله‌های هواپیما گوش پایین اومد تو مصر بمیرم. اون محمد رضا شاه بود؟ یک انسان تکیده خورد شده؟ کی خوردش کرد؟ انگلیس. چرا؟ تلافی 1973 رو در آورد، تلافی سال 32 رو در آوردن ازش، تلافی سال 41 رو در آوردن، فتنه خمینی، تلافی انقلاب سفید شکوهمند شاه و مردم که کارگر ایرانی صاحب سود سهام کارخانه بشه، که کشاورز ایرانی صاحب زمین بشه، که ملت ایران شلاق ارباب رو نخوره، شب زنش و ارباب تفنگچیاشو نفرسه در روستا دم کلبه رعیتش بگه دخترت بفرست بیا، دخترم فردا میخواد عروس بشه، بفرست بیا. اون ملت رو برسونی به پارک شاهنشاهی، به پارک خرم. بچه آبادان تو شهر خودش بگه اینجا شده لندن خاورمیانه. بچه اهواز صاحب استادیوم فوتبال بشه که جام ولایت ولایت عهدش برگزار بشه، از سراسر دنیا نوجوانان جهان، جوانان جهان بیان تو اهواز فوتبال بازی کنن، نوجوانای خوزستانی و شیرازی و اصفهانی تو تیم ملی ایران بازی کنن که بشن سرمایه‌های آینده فوتبال ایران، که ایران 12 سال قهرمان بلا منازعه آسیا باشه. استادیوم 12000 نفری آریامهر بزنه که کشتیگیر بره زیر خم آلایخوف و ملایخوف و سایایخوف و این بلغاری و مغول و روس رو بگیره بکوبتش زمین، طلای طلای جهانو بندازه تو گردنش که ما عشق بکنیم، لذت به غرور ملی بهمون دست بده. خواننده ایرانی رو دعوت کنن پاشو بره فرانسه کنسرت بذاره، فرانسوی ها میشینن گوش کنن، مدال هنری بهش بدن در ترکیه، در تونس، در فلانجا، بعد حالا بیاد اینجا و بعد خیلی چیزها رو نخونه و بعد خیلی کار رو بکنه. به شرافت بشری سوگن، ما ملت 80 میلیونمون جزام بگیریم کمه، بدنمون کرم بزنه کمه، راحتتون کن. حرفایی که رضا پهلوی و شعبانی نمیتونم بهتون بزنم، بهتون میزنم. اصلا شبم نخواهم، اصلا نمیخواهم بزن، حرف خودم بهتون بزنم. ما ملت کم کشیدیم، هنوز روز خوشمونه، هنوز روز خوش. ما باید کنار هممون داخل و خارج باید بیان بشینیم دم کوچه، دم خونه هامون شپشای تنمون رو بشماریم تا بفهمیم که رضا شاه چجوری شپش رو از سر ایرانی برد، شپش زده بود تو تخم چشمامون، تراخون داشتیم، کچلی کسافت ایرانو برداشته بود. ترکیه تو روزنامه هاش میروشت نذارید ایرانی ها بیان اینجا، با خودشون وبا میارن، با خودشون سوزاک و سفلیس میارن، با خودشون کچلی میارن، با خودشون دارن شپش میارن. به شرافت بشری روزنامه هاش هست. افغانستان جلوی مرزاشو بسته بود، خندق کنده بودن. افغانستان رضا شاه و محمد رضا شاه که اومدن دیدید که افغانستان همونطوری مونده بود، بعد دیدید ما چی شدیم. چشمت کار میکرد تو ایران آبادانی بود. این دو مرد رو یا تو لباس نظامی میبینی یا اگه تو لباس شخصی شاهنشاه رو ببینی، یه قیچی تو دستش فقط داره نوار افتتاح میکنه. کارخونه زباهن، کارخونه ماشین سازی، کارخونه تلفن سازی، کارخونه فلان، کارخونه سیمان، کارخونه زهرمار، کارخونه فلان، که بخوره تو تخم چشم همه اون کارگرایی که اومدن تو خیابونا و گفتن تا تو کفن نشی وطن وطن نشه. اینو میخواست، اینو مصدقیا میخواستن که حالا بشینن جلوی دوربینا به میان پرستان واقعی فحاشی بکنن، که بعد مشروط خواب بره به اونا بگه بله البته در بین ما یه سری هستن خیلی فاناتیک هستن و یه هم همیشه چماق دارن، فحاشی فحاش چماق فحاشی، شاهزاده فرمودن، شاهزاده اتحاد، شاهزاده بذار من بیام تو تلویزیون منم اونجا گفتگو بکنم، ببین من چقدر قشنگ بلدم مبارزه کنم. آیا تیبل یو چیبل اوپن دی ویندو کلوز دی دور ماچ بده تو ماچ بکن من ماچ بکن. چرا 40 سال موندم؟ غیرت اپوزیسیون اوز میخوام بنده عقب برم، بی غیرتی اپوزیسیون، چون اپوزیسیون نیستن، کمپوزیسیونن، دروغگوان، شالاتانن، دزدن، عاملن، نوکرن، چشمشون به جیب، چشماشون به جیب دست کاخ سفید و کاخ الیزه و کاخ خیلی الیزه و خانه شما رو دهه. به شرافت بشری سوگن، بدون استثناء، بدون استثناء، بدون اما و اگر، 99% شون عاملن. روزی که رژیم رفت، که خواهد رفت، بهتون خواهم گفت
چه کسانی از چه جاهای پول میگرفتن که بعد اون موقع بسوزید. خیلی خوشحالم که میسوزید اون بخشی که امروز ما فحاشی میکنه. میدونی چرا؟ چون من بهتون گفتم و من جزی کسایی نیستم که بسوزم، چون من میدونم اینا چه کثافتایی هست. میدونم که بهتون میگم، نمیدونستم دهن باز نمیکردم بگم. این میهن پرست با شرف همیشه جورابش سوراخه. اینا هر کدومشون 30 جفت جوراب دارن تو کمدشون. بخون تا تعبور دیگه چی میخوام بهت بگم دیگه، تو خود بخوان دیگه، مفصل بخوان، حدیث مفصل بخوان زدین مجمل. خب ببین چه خبره، همشون وابستن، هیچ کدومشون هم تمایل ندارن جمهوری اسلامی بره، هیچ کدومشون. حضورتون عرض کنم که سرکار بانو لطف بفرمایید شماره 9 رو نشون بدید. میخواستن ما رو، عذر میخوام سرکار بانو، یه لحظه عذر میخوام شماره 2 رو نشون بدید. شاهنشاه رو دیدی؟ حالا شماره 2 رو نگاه کنید. نگاه آخرین لحظه امام حسین داره فسقط عن فرسه علی خد الایمن. امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش علی خد الایمن. وقتی رو خاک قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. سپاس از شما بانو ساره گرامی. متفرمودی رئیس جمهور جمهوری فوق العاده گل و بلبل حیوانات اسلامی، دو هجوم حیوانات با پوزش از حضور همه حیوانات اهلی و وحشی و محترم و خزنده و درنده و چرنده و الاغ و یابو و شیر و بلنگ و گربه، رئیس جمهور به این روزه داره. وقتی بهتون میگم، من بهتون میگم، من حرف الکی نمیزنم چون باید پاسخگو حرفان باشم. حکومت روزه خانها، زیارت نام خانها، حکومت جنگیرها و فالگیرها، دیدید میگم علی دایی خودشونه، دیدید میگم عادل فردوسی پور خودشونه، همین بچه ها، همین سلطنت ها. آقای احمدی حالا کار ندارم، حرف شما درسته، خدا عادل فردوسی پور خیلی طرف زاده، میدونی خیلی افشاگری کرده، میدونی مثلا خیلی افشاگری کرده، تقصیر ندارم. یه کامپیوتری رو بهش میگن 10,000 تا پروگرام بهش میدن، برنامه بهش میدن، این بنزی 10,000 تا واسه عملیات انجام میده. به یه کامپیوتری 100,000 تا پروگرام میدن، 100,000 تا برنامه میدن، بنزی 100,000 تا، تقصیری به گنجایش اون کامپیوتره داره. تقصیر ندارید، من شما رو مقصر نمیدونم. اگر ازتون هرس میخورم سرتون بعضی موقع، مثل برادر خواهر برادر کوچیک من دیگه، شما من واقعا دیگه خواهر برادر که چاز کنم دیگه، خیلی اونجای اولاد من سرتون داد میزنم تو تلگرام، تو این برنامه میگم این چرت پرتا رو برنامه نفرید، بشین برنامه رو نگاه کن. آقا جون برنامه چهارشنبه رو بشین نگاه کن دیگه الان دیدی تازگی بهتون میگم بشین برنامه چهارشنبه رو نگاه کن، بشین برنامه جمعه رو نگاه کن. با خسته جون کف کردم اینقدر بهتون جواب دادم، خستم کردین، تقصیر نداری. از صبح تا شب نشستن چی بهتون نشون دادن؟ از صبح تا شب نشستن چی بهتون گفتن؟ چی گفتن؟ جناب آقای دکتر رو خط هستیم. برای جناب آقای دکتر می‌خواستم ببینم که اساسا به نظر شما در سال 1332 حکومت ببین چجوری با لغت‌ها بازی می‌کنه، اینا پدرسوخ‌ها، اینا می‌فهمن دارن با شما چیکار می‌کنن. حکومت دکتر مصدق که توسط شاه، حالا به طریقی که می‌گویند کودتا بوده، حالا بوده نبوده، اینا به حال در اون کودتایی که شده در سوخته، در یک جمله سه دفعه داریم میگه کودتا، بی پدر و مادرها، چون خودتون بی شعورید خیال می‌کنید چرا شرف. انقدر به شعور ما توهین نکنید بی شرف ها، اینا تا ابدالآباد نمیبونن، دیدار همه ما تو میدون شهیاده، بلایی به سرتون بیاریم که اسم بچه های ایران ها، اگر جرأت کردید اومدید ایران، بلایی به سرتون بیاریم که تلافی خستگی این 40 ساله گردنتون بکشیم بیرون. بی شرف لگن فروش دزد علی منقلی، بی شرف فلون فلون شده عرب زاده مقیم لندن، کثافت ها، اینقدر نشینی چرت پرت به ملت ایران بگین، اینقدر نشینی به این ملت توهین کنید. این ملت دست و پاش الان بسته است، این ملت الان تو بد وضعی گیر کرده، خیال نکنید ملت ایران بیشورن، بیشور جد آبادتونه، بیشور اونیه که شب به شما ها آب و علوفه داده. اینقدر نشینید پرت و پلا بگید، شما نگرداشتین 40 سال جمهوری اسلامی رو، همین پاانداز نگرشون داشت،
شاه خیلی قدرتمندتر از این حرفا بود که چهار تا آخوند شپشو بتونن شاه رو از شهریور تا دیما گریه کنان از ایران بفرسنش بیرون. بی پدر و مادرهای آشغال. روزی که اون بیمار روانی رو از نجف کشیدن آوردنش تو مافلو شد و 600 میلیون دلار سال 1979 600 میلیون دلار آقای ترام همین الان 600 میلیون دلار چک بکش بده به دست اپوزیسیون ایرانی تا در عرض 6 دقیقه حیوانات اسلامی رو بکنید تو چاه کسافت جمعگران. شما چی به ماها دادی؟ پیدا خواه بشین دو دو تا چهار تا کنین. آها سب کن من اسامی رو بخونم یادم نره. من یه سی به شما بگم. خانم سوسنی عزیز 25 دلار سپاس از شما. آقا سعید گل از آلمان 10 دلار. دست درد نکنه سعید جان. سپیدو رویا از ایتالیا 15 دلار. دستتون درد نکنه. شهناز خانم هم 10 دلار. این 10 دلارا 15 دلارا اینا غیرته. اینا غیرته. اینا با شرفن. دست همتون درد نکنه. دمتون گرم بچه‌ها زنگ بزنید. مهم نیست 10 دلار 15 دلار 20 دلار هر چی میتونید هر چی میتونید. هر یه نفر از شما یعنی یه میهن پرست. دستتون درد نکنه. میدونم دارین شکمتون میزنید. دمتون گرم. بذار من چیزی به شما بگم. من می‌خوام یه صحبتی با این آقای ترام بکنم. مثلا من فرض می‌کنم الان آقای ترام گفته رفتن بهش گفتن یه نفر هست خیلی قهرمان و خوشبختیه. این اصلا دیگه این اصلا دیگه رو دست این رضا احمدی نیست. حالا دیگه بری خالی ببندیم دیگه. مگه همه چرت و پرت گوش نکردین؟ مگه من براتون خالی نبستم؟ مگه من بهتون دروغ نگفتم؟ بیا ما بالا غیرتای 20 دقیقه دروغای ما رو گوش کن. چیزی نمیشه که میشه نمیشه. فرض کنیم آقای ترام الان نشسته داره به فرمایشات بنده گوش میکنه و فارسیش هم توپه توپه. من میخوام الان با رئیس جمهور امریکا طبق قانون آزادی بیان که خودشون اعلام میکنن که حتی شما حق داری کاریکاتور ما رو مثلا چپکی بکشید. ما نه کاریکاتور تو چپکی میکشیم نه بهت بی احترامی میکنیم چی. رئیس جمهور محترم امریکا منم به عنوان یک شهروند یک ایرانی که متاسفانه شهروند آلمانم پاس آلمانی دارم. میخوام با شما گفته بکنم. آقای رئیس جمهور محترم شما میفرمایید من از مردم ایران حمایت میکنم. هم خودتون میفرمایید هم سخنگوی کاخ سفیدتون هم رئیس وزیر امور خارجه‌تون و هم سایر افرادی که دور و برتون هستن مشاورینتون و چه و چه. خیلی ازتون ممنونیم از تیم شما سپاسگزاریم. عنایت بفرمایید نوع حمایت از ملت ایران هم توضیح بدین. چرا کلی با ما حرف میزنی؟ قربون شکلت برم. من درد و بلای خودت و خانومت میخوره وسط کاسه سر تمام اعراض اوباش حزب الله در تمیله رهبری. چرا با ما درست شما مثل این ماکرون این بچه قرتی تو پاریس جوان امروز نیستی. شما زمان شاه رو دیدی، پدرتون ایران تشریف آورده، خودتون تشریف آوردید، شما ایران رو میشناسید، شاهنشاه رو میشناسید، کشور ما رو میشناسید و بقیه ماجرا. زمان تگزاسی ها که نیست، 1876 میلادی که نیست بگن ایران، بگن ایران کجاست، خوردنی نوشیدنی. شما میدونید ایران کجاست، میدونید کشور ما در چه موقعیتی بوده، شما میدونید ما با امریکا و اسرائیل چه روابطی داشتیم. حالا من راجع به امریکا میگم، با اسرائیل فلان کاری نداره. شما میدونید آیا شما یعنی میخوای شما به ما بگید که شما نمیدونید که خمینی رو کی آورد تو نوفلو شاتو تو پاریس تو فرانسه؟ میدونید دیگه، ما شما نداریم که. هم کیش خودتون، هم رفیق خودتون، حالا هم حزبیتون نبوده ولی بخاطر هم مملکتتون بوده دیگه. اون جیمی کارتر حزب مال حزب دموکرات اون آوردش به اتفاق انگلیس و فرانسه آوردنش توی نوفلو شاتو. وقتی خمینی اون آخوند بی شرف رهبر تروریست نوین جهان رسید توی امریکا توی فرانسه، آیا چک 600 میلیون دلار 1978 میلادی، آیا چک 600 میلیون دلاری جیمی کارتل داد به صادق قدزاده که بده به خمینی یا نه؟ یس فرمودن بله. خیلی اون 600 میلیون دلار اون موقع که تازه فقط پول اولیه بود، آیا بالای 70 فرسنده فرانسوی آمریکا تمام اروپا تمام آسیا 70 بلنگو گذاشت این جلو خمینی یا نه؟ چرا؟ از صدای آمریکا تا رادیو موناکو تا رادیو پکن تا رادیو دهلی تا رادیو مسکو تا رادیو بی بی سی، چون رادیو بود دیگه اون موقع، رادیو بلن، رادیو پاریس، اینا که من یادمه تونتون میگم، خب تمام تلویزیونای خارجوکی آلمانی، فرانسوی، اروپایی، امریکایی، کانادایی خمینی رو شما در عرض، یعنی نه شخص شما، اون تیم، اون جریان 79 یا اون تیم خمینی رو در عرض 2 ماه، خیلی دیگه دارم زیاد میگم، 2 ماه سال 1979، یعنی الان با این وسایل کنونی میشه 2 ساعت، به خدا به 2 ساعت هم نمیرسه. خمینی رو در عرض 60 روز شما از آفریقای جنوبی که جنوبی ترین منطقه است از نظر بخوایم بگیم فعلا خشکی پشکی و بقیه ماجراها، تا نیوزیلند و استرالیا، از اندونزی و مالزی و سنگاپور و ژاپن و چین، تمام کره زمین در عرض 2 ماه خمینی رو شناخت. پس هم تبلیغاتش بهش تبلیغات ازش کردید، هم پول بهش دادید.
تمام امکانات امنیتی هم بهش داده بودیم، هیچ کس به خمینی نمیتونست نزدیک بشه، پس امنیتش هم تکمیل کرده بودیم. خورد و خوراک و ریز و بپاچ و مسجد و اصلا نوفل لوشاتو شده بود، مسجد شده بود مدینه النور. خب از صبح تا شب هم ملاقات باهاش میکردین زیر پتویی، از نماینده سایروس فانس تا نمایندگان از طرف برژنسکی که همشون درست نماینده کارتر بودن، تا نمایندگان گردستان، تا نمایندگان اشمی، تا نماینده انگلیس کالاهان، همه و همه باهاش ملاقات میکردن که هنوزم لو نرفته، بعضی موقع عکساش لو میره. 4-5 تا مشاور که چطور، 4-5 تا چاقوکش تروریست تیر مثل صادق قدزاده، صادق طباطبایی، ابراهیم یزدی هم گشتون بغلستش که انگلیسی هم کم و کس نیاریم. این 3 نفرم که جناب ترام میدونه که کی بودن دیگه، از تروریست های شناخته شده بین المللی در سطح جهان، از رفقای یاسر عرفات، از رفقای صدام حسین، از رفقای قذافی، همونایی که خودتون بعدها فهمیدی تروریستن، میدونستین خودتون رو کوچه علی چپ زدین بعدها کشتینشون. اینا رفیق صادق قضاده رفیق جنجونی قذافی بود، قذافی هم شما امریکایی لطف و زحمت چی کشیدید که ملتشون به اون روز انداختید. اوکی؟ تو حالا اون امکاناتی که به اون دادیم زیر میزی هم تکلیف شارم که از سال 1973 کاملا نقشه مرگ این خدا بیامرزم که کشیده بود، تمام وسایل رفتن شارم آماده کردین، سینما براش آتیش زدین، 600 آدم رو سوزوندین، ملت رو خیابونا ریختین، ارتش به این بی‌غیرتی هرگز ندیدن ملتی رو گفتین، گروه های به اصطلاح سیاسی رو با هم متحد کردین، چپ چپ در برابر راست راست، راست سنتی در برابر چپ سنتی، همه اومدن تو خیابونا، شعارها همه تنظیم شده، حرکات همه تنظیم شده، نقشه ها همه تنظیم شده، حرکات همه تنظیم شده. 21 بهمن بهمن هم توسط نیروهای شبه نظامی خودتون، چریکاتون مثل چریکای فدایی خلق روسیه و سازمان تروریستی مجاهدین هم حمله کردن به پادگان ها، توسط افرادی هم که در درون ارتش داشتید مثل ازهاری، قره‌باغی، فردوس، ارتش ما رو هم خلاص کردن. یعنی به عبارتی پشت محمد رضا شاه پهلوی رو که از سال 1973 شروع کرده بودیم به خالی کردن، در اون 6 ماه سال 57 کاملا پشتش رو خالی کردید، یعنی بازوی مسلحش که ارتشش بود ازش گرفتین، پولش که مملکت رو بسازه شرکت نفت رو ازش گرفتین، آتش زدین، تخریب کردین، فلان، یک مجموعه دست به دست هم داد، تراژدی 57 رو درست کرد که دودش در ظاهر، چون من آدم احمقی نیستم، در ظاهر به چشم شما هم رفت، مثلا 11 سپتامبر ازش اومد بیرون، مثلا بن لادن ازش اومد بیرون، مثلا طالبان ازش اومد بیرون، مثلا داعش ازش اومد بیرون، مثلا جوش الحشره ازش اومد بیرون، مثلا حزب الله، مثلا حماس، مثلا تروریست اسلامی اومد بیرون. همه اینا رو هر چی شما گفتی، منم همون که تو گفتی اینا کرده. یعنی پس دودش چش شما رفته، سربازت کشته شد در زهران عربستان سعودی، در بیروت، در نایروبی، در بوئنوس آیرس یهودیا رو کشتن، در اروپا کشتن، در ترورتون کردن، آتیشتون زدن، هواپیما دزدیدن، این بلاها رو هم که خودتون میگید سرتون آوردن. خیلی خوب، به این نتیجه گویا تیم شما رسیده است، پشت خط جلوی خط من کاری ندارم، سیاستگزاران جهان، سیاستمداران جهان فرقی نمیکنه، من و شما نداریم، به این نتیجه رسیدن این یک رژیم فاسد تروریست و تروریست پروره، چاغور هم برداشته، فقط میخواست سرت به قول خودتان تمدن غرب رو ببره. تا اینجا هرچی من گفتم شما قبول داری؟ یس، یعنی بله، فهمودم بله. خیلی خوب، حالا شما به این نتیجه رسیدین این اراذل اوباشو میخوان ببرید. بیایید تا من ایرانی بی سواد به شما بگم بدون تلفات، بدون خرج اضافه، بدون کشته شدن حتی یک سرباز که چی از یه شهروند امریکایی، بیاین اینا رو ببرید، بیاین تا من بهتون بگم چجوری ببرید. اگر طرح من بد بود، اشتباه بود، خنده آور بود، منو وسط کاخ سفید آویزون کن. مگه نمیخواید ببرید؟ مگه هدف براندازی نیست؟ بیاین تا من بهتون بگم چجوری بر بیاندازی. هدف شما براندازی نیست بالام جان، هدف شما بازیه، شما هم بازی جدید راه انداختید. برای همینه که از روز اول گفتم شما اومدی جمهوری اسلامی رو بزنی، هنوزم میگم آقای ترامپ تو اومدی جمهوری اسلامی رو ببری، به روش خودت ببری، برای چی ببری، چگونه ببری، اون مال شماست، ولی میبریدش. من میدونم ما رضا پهلوی رو برمیگردونیم، ما نمیذاریم پشت درا تو پاریس برامون تصمیم بگیرین گوادالوپ سوم درست کنین. نه خیر، اینو گفتم که بدونید ما هم 40 سال در سیاست هستیم، تو کاخ سفید نیستیم، دم در کاخ داریم لبو میفروشیم، ولی میفروشیم. بله، ما اون تو نیستیم ولی دم درش هستیم. بله، بنابراین
اگر قرار به براندازی است راه که میروید به ترکستان خودتونم میدونید. چرا؟ به خاطر اینکه شما به عنوان رئیس جمهور قدرتمند جهان میتوانید جلوی شیطنت ها و کثافت کاری ها و پدرسوخت بازی های پاریس و لندن و برلین و برلین چه چی؟ پاریس و لندن رو ببینید، پاریس هم چی؟ شما میتونید جلوی انگلیس وایسید، بخواید میتونید، مگر در برابر انگلیس ها تا حالا نایستادید؟ تاریخ استقلال شما چگونه به دست اومده؟ تاریخ استقلال امریکا، جنگ های شمالی و جنوبی چی بوده جریانش؟ اصلا چرا شما انگلیسی زبان شدید؟ بعد چرا اون انگلیسی رو حالا کردید به امریکایی؟ وا وا وا. چرا اونجوری نشد؟ اینا همون مگه شما همون تخم ترکه اونا نیستید؟ ایرلندی و انگلیسی مگه نیستید؟ پس چرا قشنگ نمیگین واتر؟ وا فرای. پس چرا اینجوری شد؟ پس میدونید با اینا بعد چجوری بجنگید؟ میدونید، شما میدونید صدای امریکا داره با ما چه کار میکنه، شما میدونید چه خبره، شما بودید که جاوید شاه رو تو ایران خوابوندید. آقای ترام مردم بلند شدن گفتن جاوید شاه، انگلیس ترزا می اومد که جلو جاوید شاه رو بگیره و شما همکاری کردید. ببخشید اتهام نمیزنم، نظرمه، اگر اشتباهه این گردن بنده، اینم شما، اینم مامورینتون، بنده در خدمتتون هستم. نظرمه، من نمیگید آزادی بیان، مگه ما حق نداریم حرف بزنیم؟ اگر آزادی بیان برای همه هست، مگه این خدا به قول هوشمند عقیلی میگفت زمان شاه، مگه این خدا خدای همه نیست؟ مگه نیست؟ مگه خوب و بد برای همه نیست؟ مگه نیست؟ پس گوش کن ای خدا، پس شما گوش کن، اگر قرار با آزادی بیان منم حق دارم حرف بزنم. توهین کردم بهتون؟ میخوای به آلمانی بهتون بگم همین مقدارشو؟ ها؟ پس اگر قرار به بردنه، راه بردنشو شما بلدید، احتیاجی نیست من بی سواد چهار کلاس اکاور به شما بگم. شما میدونید چه جوری ببرید، شما میدونید اون تو چه خبره، شما میدونید مردم چیو میخوان، شما همه چی رو میدونید. اگر ندونید تو کاخ سفید نیستید، باید برید بشینید توی طویله رهبری پیش علی شیره ای، اسمتون بزنه آیت الله قلبایگانی. شما میدونید چرا اون تو رفتید، همینطوری که میدونید چرا جورج بوش اون تو رفت، چرا گفت محور شرارت و چرا فقط یقه عراقو گرفت. نه؟ شما میدونید که اون سی دی هایی که صدام حسین گفت به حضرت عباس من اتم ندارم، سی آی ای گفت داره، بعد گرفتیم، بعد گفت راست میگه، نداشت. شما میدونید چرا قذافی باید با گوله تو خیابون کشته میشد، به محاکمه کشیده نمیشد. شما میدونید چرا بن علی از تونس با 2 میلیون دلار تو کیف سامسونت رفت عربستان، نرفت عربستان، بردنش، یه آدم سکولار رو از تونس بردن. شما بهار عربی رو میدونی جریانش چیه، شما میدونی چرا آوری حسنی مبارک رو بردن، شما میدونی چرا اون گوساله رو آوردن گذاشتنش به عنوان مسلمان، مرسی مرسی مرسی، بله اون آوردن گذاشتنش تو مصر، شما میدونی اون چرا رفت تهران، جریان نشست غیر متحدها، جنبش غیر متحدها در تهران اسلامی چه بود. اگه ندونید نمیتونید بگید من رئیس جمهور امریکا هم. نه؟ شما میدونید چرا دیوار کشیده جلو مگزی فقط هشیش و گراس و اینا نبود. شما میدونید جریان مالیات بازیتون با کانادا سر چیه که خودتون راه انداختید داستان شد. شما میدونید ایرانیان مقیم امریکا چه قدرتی میتونن بشن در هنگام بازگشت به ایران. شما میدونید کی بین ماها تفرقه انداخته. من میدونم که میدونید. چرا؟ چون من 40 سال دم کاخ سفید دارم لبو میفروشم. شما همه اینا رو میدونید، میدونید من دارم چی میگم. شما فقط کافیه ما رو یه نگاه بکنید. شما میدونید که ایران سومین ذخایر نفت جهان رو داره. شما میدونید هنوز به همتون به نفت وابسته اید. حداقل تا 20 سال آینده، من نمیگم، ناساتون میگه. شما میدونید هدف محمد رضا شاه پهلوی چی بوده. شما خودتون حتی میدونید که چرا دست از سر ژاپن برداشتی. شما نمیخواستین دست از سر ژاپن برداری، ژاپن از دستتون لیز نخورد، لیزش دادید. چرا؟ که یه پوانی به خاطر ناکازاکی و هیروشیما بهش بدید، چون میدونید اون فقط یه اتم ساده نبود، اون اصلا یک، میدونید چرا هیروشیما و ناکازاکی رو زدید. شما میدونید که وقتی برژنف برای نخستین بار از کرملین اومد باهاتون گفت، اون کرد تو سوئیس، رفت تو هتل، بعد رفت خدمت امام که رفع حاجت بکنه، مدفوش رو از تو لوله رد کردید، آزمایش کردید، میدونستید این چند سال دیگه تکلیفش روشن میشه و بعد از برژنف تموم کار شوروی، و دیدیم که بعد برژنف دیگری نیومد. مهم نبود کی اومد، از 90 ساله تا هر کی، از گرومیکو بگیرید برید تا آدانالو پوپوف و مپوف و مفوف، هیچ کس نتونست اون بشه. شما میدونید چرا یلسین اومد،
و چی شد در واشنگتن که همون یلسین بغل دست کلینتون وقتی برگشت عمودی اومد افقی برگشت یارو دیگه خلوچل شد. اینا رو میگم که بدونید من الکی نمیگم، چون هر کسی نمیتونه به دم کاخ سفید لبو بفروشه. نه آره من لبو فروختم اونجا، هنوزم دارم میفروشم، زمستون و تابستون لبو داغ لبو. واسه فرمودید شما میدونید، پس شما میدونید که اون موشکا رو میفرستید بالا از تک سنگ های کره زمین عکس برداری کردید، اینا رو نفرستادید بالا من بشینم اینجا همین پا انداز برام ممال آمریکایی رو نشون بده یا قیافه مثلا لگم فروش دوست رو ببینم. شما قشنگ میدونید نفت کجاست، گاز کجاست، اورانیوم کجاست، کی چی داره. چرا سرشاخ چین رو یه شبه گرفتید؟ چی شد بازی روسیه؟ یعنی چینی از روسا قوی تر شدن؟ چی شد پوتین رفت پشت خشت؟ نرفت پشت خشت، بردینش پشت خشت. چرا همین هفته گذشته پوتین دعوتتون رو قبول نکرد به پاریس؟ مگه نگفتید ما مصالحه نیست به پیش ما بشینه؟ چرا نیومد؟ چرا قراره تو ترکیه نشستی اردوغان بزن؟ اردوغان جلوی امریکا ار رو چند تا نقطه بکنه؟ آقای مستر پرزیدنت ترامپ، شما یک وظیفه تاریخی دارید که من ندارم. من اگر بمیرم همین الان تنها کسی که منو یاد میکنه میدونید که سگ این همسایه بغلیمه، اونم جنازم بو میگیره، اینقدر واق واق میکنه تا آژان بیا. من از خاطرات میرم چون کسی نیستم. شما اسمت مون تو تاریخ، امیدوارم مثل جورج واشنگتن تو تاریخ بمونه، چون افتخار شماست دیگه، پای تختتون به اسمشه، ده ها چیز به عکسش رو پولاتونه، بالاخره افتخاریه دیگه. من نه، مگه حاج آقا ابرامتون، مگر برده داری رو مگه اون چیز نکرد؟ خب افتخار بوده دیگه، مگه نه جفرسون و بقیه ماجراها. خب این دیگه بستگی به خودتون داره، اسمتون بشه جیمی کارتر، حاج حسین اوباما، کلینتون، جورج بوش، جانسون، فور، نیکسون، آیزنهاور، روزویل، ترومان، این بستگی به شما داره. ولی هر مدلش رو حساب کنی اسمتون میمونه. از نظر خودتون بشری، شما رئیس جمهور نیستی، مثل من یه شهروند عادی هستی، بهتر نیست انسان اسم خوب خودش به جا بذاره؟ من به شما التماس نمی کنم و هیچ ایرانی التماس نمی کنه. آقای ترامپ، جمهوری اشغالگر اسلامی چه شما بخواهید، شخص شما و دوستانتون، چه اون 20 نفری که دور هم میشینید در بوئنوس آیرس، در برزیلیا، در هلسینکی، در پاریس، در هر کجا، چه بخواهید چه نخواهید، این یک روند تاریخی است در کشور ما که برای بیرون کردن 1400 سال ارتجاع ما این تاوان رو باید میدادیم. اونم که بهتون میگن حرف کسروی به این بدبخت نچسبونی، نه اون به جا بند خدا، نه هدایت، نه کس، همیشه کسی همچه حرفایی نزده. خب این یک روند تاریخیه، همونطور که شما رنسانس کردید ما هم در دوران رنسانسیم. 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، مهم شما 400 سال طول کشید، مال ما مهم نیست چقدر طول بکشه. آنچه که مهم است ما پاسخ شکست دژ حکمتانه رو، پاسخ شکست نهاوند رو میدیم. ما خونریزی که در نهاوند همدان ملایر شد، تا آخرین و مهمترین خونریزی که شد، ما این پاسخ رو به اعراب میدیم، با شما بی شما. بهتر آن است که هرچه زودتر دنیا از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته بعد شما به جامعه یهودی جهان بدهکار میشید، نه بدهکار مالی. شما میدونید من مقصودم چیه، ناسا، CIA، پنتاگون و FBI و هرچی اون تو داره نیویورک داره جا به جا میشه، از اورشلیم داره میاد، اینا دارن شاکی میشن. این برای دنیا خوب نیست، اختلاف قومی خوب نیست تو دنیا، اونم با اون قوم، چون این اختلاف رو بین شاه و اسرائیل انداختن و چوبشو اسرائیل خورد. شاه یک نفر بود چوب خورد، اسرائیل یک جریان قومیتی و مذهبی است که چوب خورد. فکر کنم کافی باشه من اسامی بچه ها رو بگم. آقای آندره از آلمان 35 دلار، بچه های نمین اردبیل دمتون گرم 30 دلار، بانو رزوانی 25 دلار،
سپیده و رویای عزیز از ایتالیا 15 دلار، آقا سعید گل از آلمان 10 دلار، خانم سوسنی گرامی 25 دلار و شهناز بانوی عزیز 10 دلار. دست همتون درد نکنه، دستتون رو روتون رو میبوسم، بی‌نهایت سپاسگزارم. عرضم حضور شما از سرکار بانو خواهش می‌کنم، چون به من ایشون اجازه دادن من چند دقیقه وقت اضافه دارم، می‌خواستم این فیلمو با هم ببینیم. 3 دقیقه و 20 ثانیه است، فیلم سینماییه، راست دروغ جمهوری اسلامی ساخته، فلان کارگر ساخته، صهیونیست ساخته، امپریال، من با اونش کار ندارم، من با محتواش کار دارم. 3 دقیقه و 20 ثانیه حواستون رو بدید به این فیلم، به لغت‌ها گوش کنید، مخصوصا آخرشو شاید هم دیده باشید، یه بار دیگه با هم ببینیمش. شماره 11 سرکار بانو، خواهش میکنم از حضورتون. آقای رئیس جمهور، میخواییم بدونیم من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته، تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیشو استفاده میکنیم. فکر میکنی روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمکمون کنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است، جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن، تو دریای از نفت ما در بیش از 120 کشور در سر تا سر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته. همونطور که دان گفت، باید این باطلاقو خوش کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم. صاحبش اونان، ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله، مسیرهای دریایی، منابعشون هزینه بازسازی رو میده. سلسله از قدرت که نسلها در آمریکا جریان خواهد داشت، البته اگه طبق نقشه پیش بریم. خب دیک، برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟ خروجی در کار نیست، ما میمونیم. مسیر تاجر نفت کالین، تو دهه 90 تو هم بخشی از برنامه بودی. تو از برترین تو تسلیحات، فضا، مسائل کامپیوتری و الکترونیک حمایت کردی. موافقت کردی هیچ وقت نذاریم یه قدرت نظامی یا اقتصادی جلومون قد علم کنه. آزاد کردن این سلاح روی چنین افرادی مثل این میمونه که با تفنگ فیکوشی مورچه را از پا در بیاری. تو جنگ پیش‌دستی میکنیم، اسمشو میذاریم پیشگیری و به خودمون این حقو میدیم که هر وقت خواستیم از بمب اتم استفاده کنیم. کاری رو شروع میکنیم که پایانش معلوم نیست به کجا میکشه. این نظام جدید جهانی نیست، جهانیه که دیوانه شده و مطمئنم این چیزی نیست که مردم بخوان. کارین، هیچ کس با ما مخالف نیست، خودت اینو میدونی، تا زمانی که خوب کنترلش کنی. ما زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکا باید سر جاشون قرار بگیرم و این بسط چی کمه؟ ایران منبع اصلی. ایران سومین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز، رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته. دمت گرم عاشق وطن، دست درد نکنه. سام یا سام آزادی 100 دلار، دست درد نکنه سام آزادی. نادیا 10 دلار، دست درد نکنه نادیا جان. و مهوش 50 دلار، سپاس از شما مهوش عزیز و سایر هممیهنان و خانم آقایونی که
لطف و محبت کردی. ایران آریایی تنها سنگر موجود و باقی مانده جهت مبارزه بر علیه فرقه تبهکارانه. من یه دو دقیقه دیگه هم از بانو سارا خواهش کردم به من اجازه بدن دو دقیقه دیگه جمله بگم که بریم برای هفته که بریم برای جمعه. خوب گوش کنید بچه‌ها، کی با کی نشست، کی با کی حرف زد، 150 میلیارد میخوام بدن، 15 میلیارد میخوام بدن، 40 میلیارد تو بده، 50 میلیارد من بدم، نفت تو اگه از طرف پشت بدی من از اون ور میخ. بازیه. ما باید خاندان پهلوی رو به ایران برگردونیم. ما مدیون رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هستیم. باید جون بدیم، سینه سپر کنیم. من جلو گودم، پشت گود، بغل گودم نشستم میگم لنگش کنا. منم اومدم به اندازه وزن و هیکل خودم ایستادم. واقعا نمیخوام بیام حلبی سازی را بزنم بگم منم چه خبره. منم ایستادم. ما باید از اون خانواده پوزش بخوایم. ما باید پیکر رضا شاه و بزرگ و آریامهر بزرگ رو طی مراسم با شکوهی که همه ملت ایران، کرد، لور، بلوچ، خوزستانی، آذری، گیلکی، مازنی، خراسانی، کرمانشاهی، اصفهانی، شیرازی، تبریزی، همه باید شرکت کنیم طی مراسم با شکوهی. نه اونجوری نه، خیلی مدر که جهان نگاه کنه. براشون دو تا آرامگاه سفید شیک با سنگای ایرانی، به دست ایرانی، با مهندسی ایرانی، با کارگر ایرانی درست کنیم، بشه مرکز زیارت و در این حال مرکز بیداری ایرانی ها. یه کتابخونه و یه سینما بزنیم بغلش که جنایت ها اینا رو نشون بدیم و خدمات پهلوی رو، و یه کتابخونه باشه که دانش آموز اول برن اونو بخونن که بعد نرن گول اسفندیار منفجرزاده رو بخورن و با یه فیلم سیاسی بشن. ما باید خاندان پهلوی رو برگردونیم. چجوری باید برگردونیم؟ تو خیابونا سینه سپر جاوید شاه. کی با کی نشست؟ کی توطئه کرد؟ این گفت غنی سازی رو میبرن بالا 20%. گور پدر پدر سوختتون هر غلطی دلتون میخواد بکنید. ما رضا پهلوی وارث تاج و تخت را به ایران برمیگردونیم به کوری چشم دشمنان سلطنت و به شرافت بشری. همون تاجی رو که پدر بزرگ و پدر رو سرشون نهادن، ما با دستمون، با دست ملت ایران، همون تاج رو سر اعلیحضرت مینام. گوش کنید من بهتون چی میگم، میدونم دارم بهتون چی میگم. رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو همون صندلی خواهد نشست، رو همون تخت طاووسی خواهد نشست که پدر بزرگ و پدر نشستن. شاد و پیروز باشید. فردا تلویزیون پارس در اسرائیل و پس بعدم در خدمت شما عزیزان در سنگر ایران آریایی. با سپاس از سرکار بانو سارا و همه شما خانم و آقایون، همه شما عاشقان ایران آریایی، سینه سپر، سر بالا، لب خندان، با امید، همه با هم یک صدا فریاد میزنیم. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. پهلوی کجایی؟ به داد ما بیایی. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. شاد و پیروز باشید پاینده ایران، جاوید شاه. ما زن و مرد جنگی، بجنگ تا بجنگی. شاد و پیروز باشید تا جمعه. پاینده ایران، جاوید شاه. مرسی بانو سارا.